اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام خدمت شما. خب من جا داره حقیقتا تسلیت عرض بکنم این فاجعه‌ای که رخ داده و همه رو در شوک در واقع فرو برد. منتها باید به عوامل و ریشه ها پرداخت. بعد حالا شاید برای خیلی ها یه سری از مسائل روتین شده بود و یادم رفته بود اصلا چرا قرآن می فرما لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. بیشک دشمن ترین افراد نسبت به شما اینها هستن. بعد برای ما یه جایی باز دوباره به ذهنمون می رسید و اینکه چرا این رژیم صهیونیستی دشمن ماست؟ یعنی نه فقط دشمن ما که دشمن انسانیت. هر کسی انسان باشه با فطرت میونه داشته باشه با ما هم دشمنه. خب تو برنامه سریا فرصت نشد به تمام مسئول پرداخته بشه از یک جهت. از طرف دیگه هم خط قرمزایی که در تلویزیون وجود داره خیلی اجازه نمیده. بخشم خب درسته، یعنی صحبت حاکمیت تلقی میشه. فرض بفرمایید مثلا من نمیتونستم اونجا راجع به کوریدورها حرف بزنم و از جهتی این قصه کوریدور زنگزور رو نگم و اگرم نمیگفتم یک بخشی برای مردم این پازلش تکمیل نبود، خالی بود. اما خب این باید حتما باید گفته میشد. خب برای همین به این نتیجه رسیدیم که حالا هم دلیلی باشه برای دوباره برگزاری این روایت عهدها شروع بشه و فرصتی باشه راجع به اینا صحبت کنم. یه بخش از عرایضم رو در برنامه سریا گفته بودم، اونا رو سریع میگذرم چون بالاخره این سخنرانی باید کامل بشه. ببینید همونطور که مستحضرید الان چون تصاویر اینا پخش شده من خیلی اینا من تصاویر دیگه نشون نمیدم، میگذارم اون بخشایی که اونجا فرصت نشد بگم رو تصویرها رو تصویرش آماده شده براتون پخش میکنم. همونطور تصویر دیدید فلسطین لولای سه قاره است، یعنی قاره آفریقا و قاره آسیا و اروپا روم سابق رو به هم وصل میکنه و واقعا هم از سرزمین‌هایی که از قدیم الایام تمدن داشته، بربریت نداشته، سابقه شهرسازی و شهرنشینی و اینها داشته. رو همین حساب هم خداوند متعال دستور میداد به حضرت ابراهیم علیه السلام که به اون سرزمین بره. حضرت ابراهیم عرض کردم اصالتا مال اینجاست و بعدن هم احتمالاً حضرت لوط که برادرزاده ایشونه یا نسبت دیگه هم میگن برمیگرده دوباره و ما الان قبر مقبری رو منسوب به ایشون در همین ایران داریم و حتی نام همسرشون سارا از همین اسامیه، اسم پدرشون که یا عموشون بوده بزرگشون کرده آذر از همین اسامیه، بوده اسم ایشون که معادل فارسیش پرهامه که حالا براهم اونا میگن پی و تلفظ نمیتونن بکنن بعد شده ابراهام یا ابراهیم. هرچه هست حالا مال در واقع زاگرس نشین بوده ایشون، دستور میرسه که اون سرزمین بره. حالا دلایل متعدده ها اینجا جاش نیست، یه روزی حالا باید راجب این جدا بنده صحبت بکنم. برای ما ایرانی ها هم مهم بوده، یعنی زمانی که هخامنشیان میخواستن افریقا رو بگیرن و تا لیبی رفتن خیلی ها با امکانات اون موقع و این هم نبود که مثل مغلا حمله کنن همجور صاف کنن برن جلو، نه بناشون نبود شهری رو نابود کنن، میخواستن بر اونجا حکومت کنن. شما میدید وقتی هخامنشیان بابل یا عراق کنونی رو فتح میکنن بدون خونریزی فتحش میکنن و بعدش هم کوروش اجازه کشتار نمیده چون میخواستن بر اونجا حکومت بکنن. بعد از کوروش هم از سنه در زمان پادشاهان بعدی دوباره از اون استانداردها از اون ریل خارج میشه حقیقتا، یعنی حداقل در رفتار و این مسائل.
من بارها گفتم از سر صدا حواس منو پرت میکنه، حواس شما رو اگه پرت نکنه بچه‌ست بذار راحت بشه ازیدن. سخنرانی امام هم گوش کنید، همیشه یه بچه هست داره گریه میکنه. من خدمتتون عرض بکنم که راحت بشه اینا. آره برای عرض میکنم بعدن یه خور... در واقع جریان یه خورده متفاوت شد و منحرف شد در زمان هخامنشی. برای ادیان دیگه هم مهمه، بالاخره یهودیان معتقدن در این سرزمین بودن، وعده بهشون داده شده این سرزمین به جدشون. برای مسیحیان محترمه، مقدسه، زادگاه پیامبرشونه. برای مسلمان ها هم همینطور، قبله اول مسلمینه، محل معراج پیامبره. صراحتن در قرآن داریم که وبارکنا حوله، اونجا به اطرافش مبارکه، متبرکه. نباید دست کفار باشه، نباید دست مشرکین باشه. خب همه اینا باعث میشه که این برای تمام سه تا دین بزرگ ابراهیمی اینجا مقدس باشه. تا قبلش هم همین طور بوده، یعنی اینا کنار هم واقعا راحت زندگی میکردن. مسلمان ها با یهودی ها و مسیحی ها برخورد خوبی داشتن، چون اینا رو اهل کتاب میدونستن. یعنی اونقدر که خود یهودی ها معتقدن مسیحی ها از ما کشتن، خودشون میگن یعنی مسلمان ها با ما کاری نداشتن. اینا بهترین زندگی ها رو داشتن تو کشور اسلامی. از سمتی یعنی مسلمان ها خب پیامبر اونا رو پیامبر خودشون میدونستن. مسلمان ها اسم میذاشتن سلیمان، میذاشتن داوود، میذاشتن یعقوب. همین هنوز هم این اسامی گذاشته میشه. پیامبر رو پیامبر خودشون میدونستن. حتی احترامی که مسلمانان به پیامبران بنی اسرائیل میگذارن به مراتب بیشتر از خود یهودیان. شما یه پیغمبر سالم تو عهد عتیق نمیتونی پیدا بکنی. یکی زناکاره، یکی عرق خوره، یکی نمیدونم، یه فاجعه ایه عجیبه. اما مسلمانان نه احترام میگذارن. بخش قابل توجهی از یهودیان حضرت داوود و سلیمان اصلا پیامبر نمیدونن. برخیشون چرا ها تعداد کمی اصلا مرتبه میگن پادشاه بودن اونا. میگفتن یه کاهنی کنارشون بود، یه پیغمبری کنارشون بود، بهشون چیز میداد، مشورت میداد، مشاوره میداد. خب تو کتاب پیدایش همینجا به قولی اثر تحریف مونده، یعنی باگش هست اصطلاحا. میگه چون ابرام 99 ساله بود همینجا بسم الله، تو 99 سالگی هنوز اسحاق به دنیا نیومده، یه اتفاق خاص افتاده. اسماعیل هم 14 سالش، 13 سالش که تو 100 سالگی میشه 14 سال که اسحاق به دنیا میاد. این گفته خود تورات. خیلی جالبه، فقط یه بار با ماشین حساب بشینید سالهایی که اینا گفتن رو جمع و تفریق کنید، 100 تا ایراد پیدا میکنید. یعنی کسی که تحریف کرده حواسش نبوده بقیه جاها هم درست کنه. الان میگه 99 ساله بود، خب پس یک سال مونده تا به دنیا آمدن اسحاق و اسماعیل 13 سالشه و ابراهیم رفته سراغ اسماعیل و هاجر، همون قصه قربانی کردن که ما داریم میگیم. و اون قربانی صورت نگرفته، خدا یعنی اجازه نده اسماعیل قربانی بشه، یه قوچی رو فرستاد. حالا خدا اتفاقی افتاده، داره صحبت میکنه با ابراهیم. خداوند بر ابرام ظاهر شد و گفت من هستم خدای قادر مطلق، پیش روی من بخرام و کامل شو و عهد خیش را در میان خود و تو خواهم بست و تو را بسیار بسیار کثیر خواهم گرداند. آنگاه ابرام به روی در افتاد و خدا به وی خطاب کرده گفت اما من اینک عهد من با توست و تو پدر امتهای بسیار خواهی بود، ملت ابیکم ابراهیم ما هم داریم، تو پدر امتهای بسیار خواهی شد و نام تو پس از این ابرام خوانده نشود بلکه نام تو ابراهیم خواهی بود. یه دونه ه به اضافه کردم. این ه چیه؟ این حرف همساس. همسا قبلا توضیح دادم اینا، این بخشی گفتم تلویزیون نه فرصتش بود نمیشد خیلی حرف زد راجع به همسا. نماد یک دست بود، دستی که 5 انگشت داره و 14 بند. خوب دقت بفرمایید، یعنی من به تو بعد از این الف بت جیمل دالت ها، حروف عبری اینجوری، همین ابجد حوبس خوتی حوبس کتی کلمه صف از قرشت که میگم حروف عبریه. تو حروف عربی چند تاش اضافه شد. دستبندی حروف عربی هم حتی اینطور نیست، اون ابتسه الف ب ت س اینجوریه، ابجد نیست. الف بت جیمل دالت ها این حرف پنجمه. میگه به تو ما 5 تا رو دادیم، 5 تایی که توش 14 تا ازش به دنیا خواهند آمد. یعنی اینجا چه ماجراییه؟ سربریدن ماجرا قربانی اسماعیله و صحبت ذریه از طریق اسماعیل. اصلا اسحاقی به دنیا نیومده که راجع اون بخوان صحبت کنه. اسحاق سال بعد به دنیا میاد، حالا بخش دیگه تورات راجع اون صحبت کرد. اصلا راجع به اسماعیله. بخش اینم هی اومدن اضافه کردم، مثلا از بخش
خدمت شما عرض کنم 9 به بعد یهو میگه اما خب اسحاق هم مهم است، اسحاق هم یه اضافه کرده اینجا. اسحاق رو به دنیا نمیاد، در واقع کی داری صحبت میکنی؟ خودشون میگن اسحاق به خاطر این اسمش اسحاق شد، به خاطر اینکه مادرش خندید. از زحکم یاد میگه ایزک، اونا اینجوری تلفظ میکنن اسحاق. خندید که من پیرزن بچه دار میخوام بشم، خودش خندش گرفت. اسماعیل هم اسماعیل، خدا شنید. ریشه زبانشون یکی دیگه، عربی و عبری. خب حالا اینجاش جالبه، و نام تو بله و تو را بسیار بارور نمایم و امتها از تو پدید آورم و پادشاهان از تو به وجود آیند و عهد خیش را در میان خود و تو و ذریه بعد از تو استوار گردانم که نسلم بعد نسل عهد جاودانی باشد تا تو را و بعد از تو ذریه تو را خدا باشم و زمین قربت تو، همینجا که اومده قریبی، یعنی زمین کنعان را به تو و بعد از تو به ذریه تو به ملکت ابدی دهم و خدای ایشان خواهم بود. اینا میگن رو همین حساب، یعنی همون فلسطین مال ما، مال کیه؟ مال حضرت ابراهیم و ذریه‌اش. او باشه الان دست عرباست، از اسماعیل. شما چه ناراحتی؟ وعده عمل شده دیگه. مشکل اینجاست که شما نجات پرستی، فقط میگی بچه‌های اسحاق آدمن، بچه های اسماعیل نه. دقت هم بفهمید، طرحی هم که الان گذاشتن معامله قرن یا طرح قرن، طرح ابراهیم، اسمش گذاشتن ابراهیم. نتانیاهو در سازمان ملل هم که سخنرانی کرد گفتش که ما میخوایم آشتی بین فرزندان اسحاق و اسماعیل به وجود بیاریم. شما اصلا فرزندان هاجر رو آدم حساب نمی کنید. تورات اینطور میگه. ببینید ما عمیقا بین صهیونیسم و یهود تفاوت قائلیم. من خودم الان مثالاش هم آوردم، فیلماشون هم آوردم، شما دیدیم روز ریختن کنگره هم گرفتن یهودی های ضد صهیونیست که مخالف اسرائیل هم، کنگره آمریکا ریختن گرفتن. اما نکتهش کجاست؟ اما اینها ریشه های در تحریفات توراتی دارد، یه ریشه های اینجا هست، یه روی اینا دست میذارن. اینجوری نبوده که شما فکر کنید از خودشون همینجوری ساختن تراشیدن. یه آرام آرام تحریف صورت گرفت، چون کتاب خدا بود میگفتن اصل این که دیگه کتاب خداست، فکر ما یه آیه قرآن داشته باشیم، نمیتونیم ازش بگذاریم دیگه. اگر بپذیر تحریف شده، پس قبول کرده دینش از یک منشأ تحریف شده گرفته، از کجا معلوم بقیه حرفا درست باشه؟ ببین بدترین اتفاق اینه که یک دینی تحریف بشه. روی این حساب میگم ما باید بریم فلسطین رو بگیم سمیل کنم. یه نکته دیگه هم توی دوز تحریفات اینا به شما بگم، جالبه. خدا که داره حرف میزنه لازم نیست بگه یعنی. متوجه چی میگم؟ معمولا این جایی که این خاخامای کودن برداشتن تحریف کردن، انقدر خنگ بودن یعنی رو گذاشتن مونده. خب یه جایی که ما که پژوهش میکنم رو کتاب مقدس دست میذاریم، جایی که یعنی داره فلان، یعنی این. خب برای چی بگه یعنی؟ مثلا و خود و زمین قربت تو، حضرت ابراهیم میدونست کجاست، میدونست کجاست دیگه، من کجا غریبم. فکر مثلا من فرض کنم مثلا اهل مثلا اصفهان باشم، باشم تهران، بگن تو این سرزمین قربت من میدونم دیگه، تهران هم میدونم قربت من، یعنی تهران. اینجا یه خورده بازم تازه میخوام میگم این مشکوک هستش. پس خدا به ابراهیم گفت و اما تو عهد مرا نگه دار تا و بعد از تو ذریه تو در نسل های ایشان. بعد میره تو بخش 10 تا 19 که به این ماجرا ربطی نداره، ماجرا اسحاقو میکشن بیان، مثلا اسحاق هنوز به دنیا نیومده. خب و اما در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرمودم، اینک او را بارور برکت داده بارور گردانم و او را بسیار بسیار کثیر گردانم. 12 رئیس که گفتیم این ناسیئیم لفظش، ناسی در زبان عبری یعنی امام، ناوی یعنی پیغمبر. میگه این کسانی 12 نفر میگن که از پیغمبر مقامشون بالاتر از پیامبری. این مادر 124 بقره است، میگه انی جاعلک که لناس اماما، به حضرت ابراهیم که تو امام شدی، به ابراهیمی که بارهاش از من شنیدید، ابراهیمی که قبلش نبی بوده، مرسل بوده، اولوالعزم بوده، خلیل الله بوده. سوال ما این چه جایگاهی است که پیغمبر هم به اون نمیرسه؟ و بعد از اون آزمایش بزرگ که ما میدونیم سربریدن اسماعیل و قربانی کردن اسماعیل، میگه انی جاعلک که لناس اماما، تازه امام شدی. اونجا میگه ادونای نسی، امام خدا. اما اینا تو ترجمه ناسی رو اومدن چی ترجمه کردن؟ همین الان تو اسرائیل به ناسی این رئیس جمهور، کسی که بر همه حاکمه، همین الان معادل عبری جدیدش رو ساختن به رئیس جمهور میگن نشی، سه و شیه تلفظ میکنن ناسی.
اونجا دقت کن تو اون سوره میگه لناس اماما نه لقومک، تو بر همه امام شدی. فرق امام و پیامبر چیست؟ این که به کل انسانها رسالت بر کل انسانها دارد، نبی بر یک قوم خاص. پیامبر خود ما هم امام هم بوده است، که بخشی از مسلمانان چند امامتشون رو نمیبینن متاسف. خب جالبه میگه که وقتی گفته ادونای ناسی، ادونای که شده خدا، ناسی هم که اینا ترجمه کنن رئیس، حضرت ابراهیم رو برمیگردن مردم میگن تو رئیس خدای ما هستی. اما اینا معنی داریم، امام خدایی، ولی اللهی، نه که رئیس خدایی، نه که صاحب اختیار خدایی، صاحب اختیار از جانب خدایی، امام از جانب خود. اینا در تورات ها به معد معد و ثانی عشر نسیم، به معد معد. جالبه یه روایتی داریم خیلی جالبه، ابوبکر ناقلشه، خلیفه اول، میگه من پیغمبر پرسیدم که تو اثری هم هست ازت توی تورات اینا؟ پیغمبر فرمود بله من در تورات معد معد هستم. بعد میگه وقیل مل معمع، ابوبکر خوب متوجه نمیشه، میگه معمع دیگه چیه؟ معد معد و معمع شنیده خب، یا حداقل راوی اینجوری نقل کرده، مثل کسی که مثلا اون کلمه براش به زبان عربی آشنا نیست، وقتی براش تعریف میکنی میگه چی؟ مثلا ترکیه یا دیدی که محمد میگن محمد، ما فارسی مثلا محمد میگه محمد، میگه مدمد چیه؟ مدمد چیه؟ میگه وقیل ما مل معمعه، معمعه دیگه چی چیه؟ مدمد مدمد، میگه به مدمد و ثانی عشر نسیم، میگه به اون پیامبر، به محمد و دوازده امام که بعد از اون میان. این از نسل اسماعیل، a great nation، یک امت عظیم از او به وجود میاریم. خب انجام دادی امت عظیم، 1,800,000,000 جمعیت شد، اما یه امت مفخور، امت بی ارزه، از 14 تا نقطه استراتژیک در دنیا 7 دست مسلمان هست، 80-90% انرژی دنیا دست مسلمان هست، جمعیت زیاد دست مسلمان هست، بهترین مهمترین جای کره زمین دست مسلمان هست. همینقدر که تو اینها رتبه بالا دارن، در بی ارزگی از همه اینها بالاترن، بس که نفوذی تو مسلمان هست، بس که غرب زدگی تو مسلمان هست، بس که فراموش کردن سیره درست پیامبر خدا متاسفانه تو خیلی از مسلمان ها. و اینا هم که وقتی دارم میگم خیلی، یعنی عموماً حکام این ها، نه مردم، مردم که دارید میبینید دیگه دلشون خونه، اما رهبران اینها نه، اصلا انگار نه انگار. شما شک نکنید رژیم صهیونیستی با اینها هماهنگی های پشت پرده داره، اصلا روابط بوده، قراره یه خورده علنی بشه. تیزیپی لیونی زمان که میخواستن حمله کنن به فلسطین دفعه قبل، میدونست ممکنه عرب واکنش نشون بدن، خب اینا مجبورن دیگه چون مردمشون اینو میخوان، رسمن اسم برد، اشاره کرد وزیر امور خارجه اسرائیل، گفت من زمانی میدونی که بهش میگفتن اسپارو، پرستوی موساد بودین، گفت شریعت ما به ما اجازه داده. بعد به کینش اشاره کرد، به قطر، به 2 از سران حکومت خودگردان فلسطین که ایشون بله با اینا بله، اشاره کرد که اینا فیلم برداری هم شده، بعدش حمله کردن. مواردی بود، پادشاه قطر، بابای این پسره، پادشاه قبلیشون، مجسمه های رهدیه میداد به فلسطینی، به سران فلسطین، چون اینا در دوحه میرن میان کشور مختلف علاقه دفتر دارن، مجسمه های ارزشمندی که اینو میوردن میزشن تو دفتر اصلی خودشون، روز حمله این موشک ها صاف میومد همون جایی که مجسمه ها بود، مجسمه ها که ردیاب داشت، جی پی اس داشت. نه در همکاری کامل، ترکیه در همکاری کامل است، یه همین سران کشور جهان در
سازمان ملل جمع شدن، شما دیدید اردوغان دیگه چجور رفت نشست و ما روابط میخوایم درست کنیم. عجیبه اینا، ارتباطشون هست. برای چی نمی دروغ میگن؟ برای چی اینجور بمباران رسانه میکنن؟ میخوای مردم بترسن، مردم پس بزنن. دقیقا راه مقابلش هم همینه، مردمی باید حرکت های مردمی شکل بگیره. پس اینا چی؟ سه تا مرحله برای خودشون گذاشتن. اول همون سرزمین کنعان مشخصی، سرزمین کوچیکیه، از رود و اردن بگیریم تا دریای مدیترانه، دو تا خط آبی تو پرچم اسرائیل. بعد اومدن جلوتر، در آن روز خداوند با ابرام عهد بست و گفت این زمین را از نهر مصر، یعنی فرات، تا به نهر عظیم، یعنی نهر فرات از مصر، نیل ببخشید، تا به نهر عظیم یعنی نهر فرات. این یعنی نهر فرات هم باز دور اینجا هست، یعنی دقت کنید ها، اولیه نداشت، اولیه همینه، این زمین را از نهر مصر تا به نهر عظیم یعنی نهر فرات به نسل تو بخشیدم. این توسعه طلبیشون، یعنی اگر مثلا نسخه قدیمی تورام یعنی نهر رو میکردن بحر، خب بعدش هم میگفتن بحر یعنی اقیانوس آرام، از اقیانوس اطلس، دو تا چیز آبیه، از اقیانوس آرام تو اقیانوس اطلس میگه آقا چرا قاره آمریکا نه، از آمریکا شاخ میشه برام، یا اونجا هم خواهی بگیری، اینقدر وقیه هن. یا مثلا در تورات جیهون هم اس برده شده، اینا فردا میخوام بیان اونجا رو تا ما بر برسن مرحله بعدی، حالا فعلا موندن دور خودشون دیوار کشتن، نمیتونن در مقابل یک گروه نظامی که آقا شما اگه بدونید اینا با چی راکت درست میکردن، زمانی که اینجا تحت قیمت اسرائیل انگلیس بود، اون شبکه فاضلاب که از اون موقع لوله های فلزی زنگ زده زیر زمین رو در میاردن، لوله رو به عنوان بدنه راکتاشون استفاده میکردن، توش چی میریختن؟ کود شیمیایی رو با شکر قاطی میکردن، به عنوان مواد منفجر استفاده میکردن. یا اگر همین اسرائیلیا موشکی میزدن که عمل نمیکرد، میمادن مواد منفجر اونو برمیداشتن بیرون استفاده میکردن، اینجوری از خودشون دفاع میکردن. بعد چی شد؟ همون شکر هم وارداتش ممنوع شد، گفتن چون با شکر این کار انجام میدن، یعنی میگفتن فقط به ما سنگ بزنید. این که این اتفاقی که بیفته با پاراگلایدر بلند شم برن، اصلا یه اتفاق بمب اتمه در اسرائیل، این ماجرا تمام میشه، ببینید چه بلای سر نتانیاهو بیاد. این به این این ترمیم ناپذیر از این که شما باید جا اسرائیلیه باشید تا بتونید فکر کنید چه جوری اونا فکر میکنن. اونا دیگه یک شب راحت نخواهند داشت، دو تابعیتی ها میرن و کار، تنها کاری که رژیم صهیونیستی میتونه بکنه چیه؟ بیرون دنیا منتظر باشید. اینم دارم عرض میکنم خدمتتون، بیرون جای بیرون فلسطین اشغالی جاهای دیگر برای یهودیان ناامن خواهد کرد، کار خودشه، شروع حملاتی به یهودیان در سراسر دنیا انجام خواهد شد، این کار خود اسرائیل. من الان دارم به شما میگم که بگه درست است اینجا ناامن است، اما بیرون ناامن تر. ما زمانی که مرکز مطالعات اسرائیل مسئول اونجا بودم، وانا، هر روز اخبار اینا رو رصد میکردم، اصلا من تعجب میکردم خدا شده بعضی از اخبار، به قبر یک یهودی در مجارستان حمله شده، سنگ قبر شکسته است، این خبر بود تو اسرائیل. مثلا فکر کن برای ما بگن به قبر یه مسلمونی مثلا تو سنگ قبر یه شیعی رو تو نجف شکستن، مثلا خبرگزاری ما اینو بزنن، خندتون نمیگیره شما؟ برای چی؟ برای اینکه دائم باید پمپاژ میشد بیرون یهود ستیزی وجود داره، یهودی‌ها رو میخوان بخورن. هر خبری که نشون بده یهودی‌ها زندگی مسالمت آمیز دارن جای دیگه دنیا، اینا بایکوت میکنن. به شدت تو ایران مشکل دارن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یهودی اینجا آزادن. ببین برادر من، ما شهر داریم، تهران خودمون، طرف مثلا 1,000,000 رأی آورده نماینده مجلس نشد، آقای حدادادل 1,050,000 تا رأی آورد نماینده مجلس در تهران نشد، نماینده کلیمیان با 3,000 تا رأی نماینده مجلسه، با 3,000 تا رأی. این بخش ویژه که جمهوری اسلامی برای اقلیت‌های دینی باز کرد، با 3,000-4,000 تا، با 2,000 تا نماینده میشن، یعنی سهمی بیشتر از هر ایرانی دیگری داره بهشون داده میشه.
شما نماینده داشتید تو مجلس حرفتون رو بزنید. 3000 تا شوخی نمیکنم، بس سرچ کنید. بعد اینا گفتن کل دنیا. یعنی ببین مهمترین ویژگی اینها پر روی ایناست. پر روی خود یه حدی داره، یه جا دیگه رو مثلا خود پر رو هم خجالت میکشه، میگه نه این ته نداره. پیدایش نه من یا 18-22 یا 22-18 چون برعکس میشه از اون موقع پیس کردن. و ذریه تو جمعی امتهای زمین برکت خواهند یافت چون که قول من را شنیدی. نکته جالب همینجا پارادوکسش وجود داره، گوش کنید. یهودیت تبشیری نیست، یعنی دنبال اشاعه مذهب و دین خودش به هیچ وجه نیست. یهودیت نژاد است. کسی یهودیه که مادرش یهودیه. چرا پدر نه؟ چون بپذیرن پدر یهودیه، کل مسلمان ها وارد سیستم اینا شدن. همین چی شد؟ حضرت ابراهیم مادر رو مبنا قرار میدن که از اول بگن اون هاجر کنیز بود، سارا آزاد بود. متوجه شدید؟ تبشیری نیستن. هیچ یهودی مذهب خودش رو تبلیغ نمی کنه، برخلاف مسلمان ها، برخلاف مسیحی ها، برخلاف سنی ها، برخلاف شیعه ها، برخلاف بودایی ها، برخلاف هندو ها، هر جه کره زمین دین بر تبلیغ دیگه. این کار نمی کنن. پس چجوری جمعی امت های زمین برکت خواهند یافت؟ تو که تبلیغ اجازه نداری بکنی. پس معلوم میشه این ذریه یه بخش دیگه از ذریه ابراهیمه که تو نیستی، هر کی هست. و بخش دیگه ذریه اسماعیلن، مسلمانان. تو نیستی، هرچی هست. پیدایش 26:4 و ذریه تو را مانند ستارگان آسمان کثیر گردانم و تمام این زمین ها را به ذریه تو بخشم و ذریه تو جمعی امت های جهان برکت خواهند. همین الان سه تا قصه داره. به تعداد ستارگان خواهد شد. مسلمان ها 1,800,000,000، شما 15 میلیونید کلن تو کل دنیا. جمعیت استان تهران 18 میلیونه. 15 میلیون تو کل دنیا. 7-8 میلیونشون تو اسرائیل هن، 7 میلیون هم توی آمریکا، بقیه دیگه ریز کم 10,000 تا اینجا، 5,000 تا اونجا، 5,000 تا اونجا، اینجوری هم. یعنی الان وطن اصل اینا اول اسرائیل، دوم آمریکاست. نزدیک 2% جمعیت آمریکا رو تشکیل میدن. اما 50% کابینه بایدن هم. خیلی حرفا. 50% هیئت وزیران هم. اما تقریبا تمام بانک ها دست ایناست. اما تقریبا تمام رسانه ها دست ایناست. روزانه نزدیک 60-70 میلیون کلمه خبر تو دنیا داره تولید میشه. تمام اینها، یعنی تقریبا میشه بگیم تمام 95% اینا توسط 4 تا بانک صهیونیستی داره تولید میشه. خیلی ها جریان اقتصادی دست ایناست. جریان رسانه‌ای دست ایناست. هر شما همیشه سوال آقا چرا دنیا مثلا به پیغمبرش میشه فوش داد، کاریکاتور کشید، میشه که دارن انجام میدن، یعنی میگن شما حق نداری چیزی. بعد به اینا هیچی نمیشه گفت. در مورد هیچی نمیشه تشکیک کرد در مورد اینا. بیا ببخشی میشه مثلا ما سوال بپرسیم مثلا هولوکاست 6 میلیون نبودن، 5 میلیون و 493272 نفر بودن؟ فیکس 6 میلیون بودن. 6 میلیون یه نفر نبودن، 5 میلیون 999999 تا هم نبودن. هیتلر میخواست عدد روند کنه، 6 میلیون دوست داشت، طرفدار میلیونی پرسپولیس بود، 6 دوست داشت. دنبال چی شما؟ یه بار یادم قبلا براتون سخنرانی کردم دیگه، تعداد کل یهودی ها اروپا مشخص بوده قبل شروع جنگ، تعدادی که کوچ کردن فرار کردن رفتن به آمریکا و کشورهای دیگه هم مشخصه، تعدادی که تهش موندن هم مشخصه. اینا رو از هم کم و زیاد میکنیم میمونه منفی 400,000 تا. بابا یعنی فاتحه علم ریاضی رو هم بخونیم به خاطر شما، چشم، 2 تا 7 تا. اینا میخوان دیگه. و خیلی جالب، ضرب و تقسیم، جمع و تفریم، 6 میلیون کجاتون در آوردید؟ چقدر بودید که 6 میلیونتون رو کشتن؟ اما اون چی که در غزه داره اتفاق میفته هولوکاست واقعیه. اما اون چه که علیه مسیحیان در نجران انجام دادید که سوره اخدود، ماجرای اخدود قرآن تعریف میکنه،
اون واقعیه که همه مسیحی‌ها رو گفتن شما برای چی یهودی بودن مسیحی شدن، گفتن شما برای چی مسیحی شدن، آقا پیشگویی‌های تورات میگه مسیح درست است، باید بیاد، ماشیح میاد. نم بی خود کردید. زنواس همه اینا ریخت توی دره، همه‌شون رو زنده زنده سوزوند. نما این واقعیه. هیچ مسیحی هم اینو نمیدونه. چرا؟ تو ما بی‌عرضه. اونا دروغو میسازن، راست شما نمیتون بگید. برای همین زمانی که حضرت زهرا سلام الله علیها به دنیا میاد، قرآن میفرماد انا اعطینا کالکوثر، بیشتر از همه یهودی ها معنی نایر فهمیدن. اون کسرتی که این قومتو بسیار کثیر خواهم کرد اتفاق افتاد، اون کوثر به واسطه اوست. این همسا محقق شد، پنجتن که از اون چارده خواهند شد، تسعت المعصومین من ولد الحسین. نام به این نگاه کن، پنج به میگن محمد، علی، فاطمه، حسن، حسین. این به عربی میشه وجب دی شبر، وجب به وجب عرب میگه شبر، شبر شبرین، دو سر وجب، شبر شبیر، حسن حسین. که میگه نامش اینجا شبر بوده شبیر بوده، همه چیش محقق. اصلا یکی دیگه از اسامی این دست دهند فاطمه، دست فاطمه است. اینا تای تأنیث و الف تلفظ میکنن، علامت تأنیث مؤنث بودن الف تو آخر اسم. آقا نتیجه که این سرزمین وعده داده شده به فرزند ابراهیم رسیده به حضرت عباس. از قضا همین نیل تا فرات هم نگاه بکنید، تو این جریان مقاومتی که شکل گرفته تو خاورمیانه، از قضا نقش ویژه، نقش از فرزندان فاطمه سلام الله علیها بسیار ویژه است. مگه سیدا چند درصد جمعیت هم؟ اما دقت بکنید، توی لبنان سید حسن نصرالله، توی عراق سادات سیستانی، حکیم، صدر، همه سیدن. تو ایران انقلاب با یه سید بوده، الان رهبر بعدی هم یه سیده. توی یمن حوثی ها سید. می‌بینید جریان مقاومت به طرز عجیبی دست اولاد حضرت ابراهیم، همان وعده‌ای که به صورت ویژه داده شده. هم یحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه و آتینا ملک عظیما. میخواد بخواد میخواد نه، من به آل ابراهیم برکت دادم، پیغمبری به اینا میدم، حکمت به اینا میدم، ملک عظیما از اینا میاد بیرون، ملک عظیمی که اینجا به جمیع امت‌های زمین برکت خواهد. بعد اینا گفتن نه قبول نیستش که هاجر کنیز بوده، بعد 60 جای دیگه ریخ به هم. نه اصلا اسماعیل قربانی نبوده، اسحاق قربانی بوده، چون وعده داده شده از نسل قربانی جمعی امت‌های زمین برکت خواهند یافت، یعنی اون منجی از اون نسله. بعد میگن 10 جا دیگه ریخته بهم، مثلا تو تورات میگه احیدوک، تک پسرت را، یگانه پسرت رو به قربانگاه ببر. اگر اسحاق باشه قبلش اسماعیل به دنیا اومده، دیگه تک پسر نمیشه که. اینجا بعد یه ماله جدید میکشیدن، ماله‌های قبلی دیگه جواب نمیداد، گفتن اصلا بچه کنیز که آدم نیست، نجات پرستی شکل میگیره، نزج پیدا میکنه، اینا ریشه داره در عبادات اینها. بعد گفتی ببخشید یه جای دیگه تون ریخ به هم، چیه؟ 4 تا از 12 تا اسبات بنی اسرائیل کنیز دادن، 1/3تون هوا شد. ببخشید جسارتا تو خود تورات یه چیز دیگه هم داریم، چیه؟ میگه نخست زاده ولو، چی کنید؟ ولو فرزند کنیز هم باشد او نخست زاده است، اسماعیل. اینو یادشون رفته پاک کنن. یه ورا ببین اینجوری شده دیگه، بنده خدا اومده این ورا ماله کشیده، اون طرف اون ماله میکشیده، این رو ماله اون ماله میکشیده، یعنی شیر تو شیری شده بوده دیگه. از طرفی سالها بین یهودی ها مسیح هم جنگ. چرا؟ پیغمبر مسیح ها کی به صلیب کشیده؟ از نظر اونا یهودی ها. اینا کینه داشتن، آقا جنگ میزدن از هم میکشتن، خدایش بینی بین الله، کم مسیحا یهودیا نکشتن، کم یهودیا از مسیحا حرکت. ببین مسیحا اینو اینا اذیتشو میکردن، اونا وای میسودن میزدن، یه جا اساسی میزدن ها، مثلا یه نصف جمعیت مسیحا رفته، مثل طاعون سیاه قرن 14 اومدن چیکار کردن؟ چشمه های آب و آلوده کردن با طاعون. خودشون میدونستن کدوم چشمه ها سالمه. یکی از دلایلی که مسیحا میارن میام کار این جهودا بوده،
میگن که چرا اینا نمیمردن فقط ما میمردیم. میدونستن کدوم چشم سالمه کدوم نیست، موشا رو برمیداشتن اینا رو میبردن میرختن تو. نصف جمعیت اروپا مرد، کم از هم نکشتن. اروپاییان بعدشون نمیومد از شر اینا رو هج بدون تعارف. زن آقا یه جایی پیدا کنی اینا بره، یه جایی پیدا کنی تو همون اروپا یه جایی میدادید بهشون. نه دیگه، اینا باز دم دست ما باشن یه بلایی یه کاری با ما میکنن. باشه بره همین فلسطین خوبه، آیه هم داره تو تورات. میخوام بگم انگیزه های بوده همه. ببین صهیونیستا یه قصه داشتن، مسیحی های حزب اللهی اصطلاحاً، مسیحی های مذهبی هم میگفتن آره آخ چون اینا پشن جمع کنن برن. نکته دیگه منجیگرایی که خیلی مهمه دوستان، من اونجای فیلم هایی بود نتونستم پخشم، شما ببینید که عجب اینا چطور میشه که چرا باید امریکای حاج قاسم شهید کنن. خب طبق پیشگویی هایی که بود فراوان، من یکیشو تو تلویزیون گفتم، اینجا همونو میگم دوباره کوتاه چون کوتاهه و خیلی محکمه. حضرت اشعیای نبی، حالا ما میگیم اشعیا، اونا میگن اشعیا. خدمت شما عرض بکنم که ایشون میگه خدا بر من وحی فرستاد که برو خبر بده دیدبان بیست و خبر بده به همه جا که چی؟ اعلامم کن، برو و دیدبان رو قرار بده تا آنچه را که بیند اعلام نماید. که دو نفر آدم میان، یک جفت سوار، اولی سوار بر درازگوشیه، دومی سوار بر شتره، رخب خمور رخب جمل، اولی سوار بر یه الاغیه، دومی سوار بر شتره. اینا که بیان دنیای شما درست میشه. من اومدم وعده بدم بر اینو. اولی حضرت عیسی سوار بر الاغی وارد هیکل سلیمان میشه، دومی پیامبری که با شتر وارد مدینه میشه. بعد در ادامه میگه این دو تا سوار کیان؟ وحی درباره آدم، وحی درباره دومه. کسی از سعیر به من ندا میدهد که ای دیدبان از شب چه خبر، ای دیدبان از شب چه خبر. دیدبان میگوید که صبح میآید و شام نیز، اگر پرسیدن میخواهید بپرسید و بازگشت نموده بیایید. میگه اولی از سعیر میاد، سعیر فلسطین، اونی که سوار بر دراز بشه. دومی چه؟ وحی درباره عرب، ای قافله ددانیان در جنگل عرب منزل کنید. و دستور میده میگه برید تو سرزمین عرب منزل کنید که اون منجی اصلی اصلیه میخواد بیاد. تازه اون که سواره بر الاغه میاد وعده او رو بیده. ای ساکنان زمین تیما، تشنگان را به آب استقبال کنید. تیما شمال مدینه رو میگه، همین الانش هم گوگل بزن تیما میبره دونم اونجا. ابن تیمیه مال همونجا بوده، یکی از نقلا اینه. بعد خب برید اونجا آماده باشید چون اینا دارن فرار میکنن، زیرا که ایشان از شمشیرها فرار میکنن، از شمشیر برهنه و کمان زه شده و سختی جنگ. یک سال بعدش اینا قدرت میگیرن، نترسید. این بود که یهودی ها همه تو شمال مدینه بودن، مکه جای دیگه یهودی ها علاقه نداشتن دارن چون پیشگویی ها اینجا بود، منتظر پیغمبر. منتها مشکل این پیغمبر یه مشکل اساسی داشت نظر اینا چی بود؟ از اساس ابراهیم است؟ بله. اسحاق؟ نه، اسماعیل. همه چی خراب شد. تعدادشون ایمان آوردن، خیلی کم، الا قلیلا. شهیدم دادن توشون، مسلمون شده، شهیدم شده. یکیشون جالبه تو دربار عمر ابن عبدالعزیز اعتراف میکنه، میگه ما از سر حسادت این اسحاق علم کردیم. از یهودی تو دربار عمر ابن عبدالعزیز تاریخ نقل کردیم، یه بارش ببین ما از سر حسادت اینو علم کردیم، دردمون اومد. بچه کنیز خدا میخواست نجات پرستی رو بزنه، همونجوری که با عربایی که پسر دوست داشتن زد تو سرشون به واسطه دختر پیامبر نسله. ادامه داد این خریت های انسان خدا که خودش بنده‌هاش آفرده سیاه و سفید برای چه فرقی میکنه. امام جواد یه خورده سبزه بود رنگ پوستش، قبول نمیکردن بعضی از همین قریشی ها. بنی هاشم یعنی چی؟ امام سبزه؟ اصلا این بچه تو نیست. چه تهمت هایی به ما رزا زده شد. بله. و بقیه شماره تیراندازان و جباران بنی قیدار قلیل خواهد شد، چون که یهوه این را گفته است. بنی قیدار هم که قیدار فرزند حضرت اسماعیل، اینا نسل اسماعیل هم دیگه، یعنی مشرکین اون ابو جهل و ابو لهب و اینا همه از فرزانه حضرت ابراهیم هن. میگه شکوه اونا تمام میشه،
فرزند دیگه. تو نبوید یا حلیلت هم تو حرف الف همینو میگه تو اون کتاب. اینو 70 سال قبل از بعثت پیامبره. به دنیا آمدن پیامبر. میگه اتا امتا من امتا. میگه امتی از امت میاد. امت یعنی کنیز. میگه امتی از زن کنیز که وعده داده شده بود به وجود خواهد آمد. میگه صراحتن که معود معود نیست. لفظ صراحتن اسم پیامبره. بعد دو تا محمد اسم بره. میگه محمد اول یه محمد آخر. اون که کاری یه سره میکنه محمد آخری است. چون که نام اصلیه. حضرت ولی عصره. و تمام دعواها سر اوست. تمام دعواها سر ایشونه. خب انجیل متی باب 21 میگه محقق. جالب تو انجیل متی میگه بله بله عیسی سوار بر الاغ شد وارد هیکل سلیمان شد. میدونید چرا؟ چون نبی این را گفته بود. حضرت عیسی قبل خواست بره قفلی زده بود که یه الاغ بیارید من بعد با الاغ وارد هیکل سلیمان بشم. دم بابا مال مردم نمیده الاغشو. گفت شما برو بگو استادم گفته این الاغ ما بدید. نمیده. گفت تور بگو دیگه. بابا آقا ببخشید ما استادم میگه الاغتون رو بفهمید. چی نمیخوای؟ نه بفهم. گرفت آورد حضرت عیسی سوار شده شروع کردن جلوی پاش گل ریختن و هل هل کردن و وارد معبد سلیمان شد. این تو انجیل متی باب 21 اونجا یه مناظره قشنگی با این خاخاما داره با خاک یکسانشون میکنه. اون خاخاما همین خاخامان. هیچیشون فرق نکرد. اونجا حضرت عیسی علیه السلام شروع میکنه اشاره به تحریفایی که کردن. مثلا یکی دو تاش کوتاه که تو تلویزیونم گفتم. پس عیسی داخل هیکل خدا گشته. جمعی کسانی را که در هیکل خرید و فروش میکردن بیرون نمی. قشنگ پاساژ کرده بودن. فکر تو حرم امروزا خرید فروش رو بندازی. بعد تخت های صرافان صرافی میکردن اونجا نزول میدن نزول میگرفتن تو خونه خدا و کرسی های کبوتر فروشان را واژگون ساخت. کفتر میفروختن خروسلاری مینداختن به جون هم. ما که پشتک میزنن که وارو میزد بعضی بوده. بعد و ایشان رو گفت مکتوب است که خانه من خانه دعا نامیده شود لیکن شما مغاره دزدانش ساختید. اینجا که دکون دزدا محل دزداش کردید. نتیجه این پیش کنید اینا نه حضرت عیسی را قبول کردن نه حضرت محمد. یعرفونه کما یعرفون ابناهم. یه جوری شناختن که مادر بچهشون شد. این سرزمین قصهش اینه. وعده داده شده بوده عمل شده به پیرو حضرت پیغمبر. حضرت عیسی اونجا ظهور کرد به صلیب خواستن بکشنش خدا عروجش داد. دوباره هم بر میگرده در همون بیت المقدس نماز خونده خواهد شد. انشالله نزدیک باشه. اینجا چه اتفاقی میفته؟ مثلا جالبه یه نامه هم هست اینجا من دیگه چون وقت نیست سری میگذرم. اما بچه‌ها اون بخشی که دارم من میگم عکسی از فیلمی هست اینو تو تدوین بیارید. اون چی میگه؟ نامه پولس به غلاطیانه. پولس هم که میدونید دیگه جناب آقای شاول یهودی بودید. یهودی تون تون دارن مسیحی میشن. اون متادیرس خودش یهودی ها رو میکشت. یهودی نوکیش رو که مسیح شدن میکش. یهو اومد اعلام که من خودم بین زمین و آسمون عیسی رو دیدم. گفته تو خیلی جیزه بدی دیگه نباید بکشی. من گفتم باشه از من برو تبلیغ کن. چش تبلیغ کنم چی بگم؟ دیگه لازم نیست ختنه بکنید گوشت خوک بخورید. یه دین جدید ساخت شد مسیحیت. مسیحیت پولسیه. نائب حضرت عیسی کی بود؟ پتروس. پتروس تو همین انجیل هست. پتروس به پولس میگه تو منافقی. اما جالبه برادرای مسیحی میگن آدم خوبیه. یعنی پتروس از خوش چیز گفته. این مونده ها این مونده. تو حرفای پولس هم یعنی زیاد داریم. جالب هستن ایشونم تو روایتی از امام کاظم علیه السلام چند نفر رو ذکر میکنن که تو جهنم بسیار ویژه خواهن سوخت. بسیار ویژه VIP CIP خواهن سوخت. یکیشون میفرما بولس. عربا په ندارن یعنی پولس. خب اینجا هم اشاره میکنم آخرین بخشش اینه. خلاصه ای برادران فرزندان کنیز نیستیم بلکه از زن آزادیم. خیلی جالبه. یعنی کوری میخوندن اینا اعتقادشون این بود. آقا این دعوای یهودی مسیحا ادامه تا این که ما بیایم چیکار کنیم یه طراحی جدید انجام میدیم. میام یه مذهب جدید میسازیم اون بخشای یهود ستیزانه مسیحیت رو ازش میزنیم. این مذهب جدیدم خودمون اول خورده بهش میگرویم تا مد بشه بقیه بیان. شد پروتستانتیزم. از تو دل اون کالوینیزم بر اومد، پیوریتانیزم بر اومد.
اینا چی؟ اینا پریزگاران بودن. اینا میگفتن ما باید در خدمت یهودی‌ها باشیم تا عیسی دوباره برگرده. در تشیع هم این کار کردن بهائیت، در اهل سنت هم این کار کردن وهابیت. این کار یهوده. از این وقت که تبشیری نیست بتونه دین خوش گسترش بده، میاد چیکار میکنه؟ مذاهب دیگر اون بخشایی که میتونه برای اینا خطر داشته باشه رو همه رو قیچی میکنه، یه مذهب ایزوله درست میکنه. مارتین لوتر براشون درست کرد به این امید که مسیحی‌ها و یهودی‌ها دعواشون تموم بشه، یهودی‌ها یه خورده بیان به مسیحیت نزدیک بشن. نخیر، مسیحیت رو به یهودیت نزدیک شد. همین مارتین لوتر اواخر عمرش این کتاب نوشته، اول میگه مسیح یهودی زاده شد، این کتابو میلیونی به مردم دنیا رسوندن تو اون زمان. بعد بدبخت اواخر عمرش فهمید فایده‌ای نداشته، اومد در مورد دروغ‌های اینا کتاب نوشه. هیچکی اسم این کتابو نشنیده. یعنی قبول که اشتباه کرده. خلاصه چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ این مذهب شکل گرفت، رفتن امریکا. من مسیحیت صهیونیستی و سخنرانی دو سه جلسه بکنم امیر با تحت بود انجام دادم، برید اون گوش کنید، نمیخوام اینجا وقت بگیرم. اینا رفتن کشوری رو درست کردن که این کشور دختر بابل است طبق پیشگوی تورات، و این در خدمت یهود خواهد بود برای این که اینو برگردن به سرزمین مقدسش. همین فیلم انیمیشن چیز شیرشاه قصه اینه دیگه. اون سرزمینی که برمیگرده میره، تو انیمیشنش هم نگاه بکنید، یه جای باید کاکتوسا میشن و اصلا فضا رو آمریکایی میکنه. بعد میگه نه، جای اصلی من اونجا نیست، حالا موقع بازگشت رسیده، بعد برگردم به چی؟ به فلسطین، تا سرزمین از برادره بگیرم. برادره یعنی کی؟ اسماعیل. بعد برگردم از اینا بگیرم و اینجا سرزمین ماست، بعد ما تو همینجا باهاش بجنگیم. شروع کردن برای فرزندانشون تولید محتوا کردن، مطلب آماده کردن. با چه کیفیتی؟ شما همین انیمیشن شیرشاه رو نگاه میکنین، نیم ساعت بگذره تازه بفهمین الان انیمیشن شیره واقعیه نیست. یعنی میگفتن اینا یه گروه 14 نفره 4 سال هم چقدر فرستادن تو آفریقا فقط این آناتومی حیوانا رو درست در بیارن. یعنی برای یه کارش تر و تمیز و شیک ارائه میکنن، باز برخلاف ما. آخه که محتوا رو بلد نیستیم درست بدیم. بله. ببین فرق ما با اونا چیه؟ اونا مثلا یه نیمرو برات درست میکنن، میذارن توی ظرف آنچنانی دیزاینش میکنن، اینجا میذارن جلو بفهمه با یه گارسون خیلی خوش تیپ. بعد شما اینجا مثلا شیشلیکو پرد میکنی صورت طرف. بعد هوی هی بام بعدو بخور. متوجه شدی اینه؟ اگه میبینی بچه تو هم داره میل پیدا میکنه طرف، اون قشنگ داره کارو ارائه میده. هرتزل دنبال بود اینا رو برگردونه ببره، سلطان عثمانی اجازه نمیداد. رفتن سراغ انگلیسی، انگلیسی اوکی دادن، آروم آروم کوچ شروع شد. خود هرتزل براش مهم نبود، میگه ما یه جا جمع باشیم فقط، هر جا دید قبرس ما بدید، تو مصر یه جا ما بدید، عریش بریم اونجا، اوگاندا نه، همه جز آرژانتین نه، جز کیسا بوده. بعد الان هم که میدونید دیگه، از موقعی که مقاومت قدرت گرفته، الان 12 تا نقطه رو در دنیا مشخص کردن که جمع کنن برن. خدا به داد اون بدبختای برسگون رو دارم میارن اونجا. حضران از ما گفتن ما دلون بالای آینده شما میسوزه، نمیدونید چی کارتون بکنن اونجا. خب الان ترسیدن شروع کردن، یمان زنی ها کجا بریم خوبه اینا شروع کردن، از قاره آمریکا جا هست تا این طرف اون طرف. 12 تا وقت نیست دیگه. این اتفاق که افتاد، ویلیام بلاکستون یه نامه نوشت، کتابم برای هرتزل فرستاد که مرتی که احمق تو مثل که توجیه نیستی، یه دور دو تورات بخون، تنها جایی که شما باید برید فقط فلسطینه، یا اونجا میری یا اگه بخوای بری جای دیگه قلم پاتون خورد میکنی. یعنی بین یهودیت صهیونیستی و مسیحیت صهیونیستی اشتراک شکل. الان اینا برای همین میخوان دوباره چیکار کنن؟ به قرآن قسم، اگه یکی از ماها هم چه حرفی زده بوده نابودمون میکردن. احمقا رو ببینید چه خرافاتی دارن، نمیدونم چی فلان. اینا میگن ببین یه بار پیشگویی این بوده دیگه، حضرت عیسی باید بیاد، اومد دیگه، پیشگویی محقق شد. دعوار که نباید بشه، میگن نه، دوباره میزانسن رو میچینیم، خدا تو رو درواسی گیر میکنه، دوباره میفرستش. مثلا ببین تو پیشگویی ما هست، علم از نجف میره به قوم، خب محقق شد دیگه، الان حوزه علمی قوم قوی تر، خیلی به مراتب قوی تر از حوزه علمی نجفه، از نظر عده عده جمعیه همه چی درسته.
بیم نه نشد. یه بار دیگه ما قومو تعطیل کنیم، بگی دنبال آخوندا کنی تو خیابون، دستگیرشون کنی، بفرستشون نجف، همه جای دنیا رو ناامن کنی، شما حق ندارید، بعد ببینن. خب رسید نجف؟ اوکی، دوباره برگردیم قوم. درست چی شد؟ در همین نه خیلی بدتر. گفتن چی؟ گفتن خب اینا یهودی نیستن، اکثرا 99% مسلمان شدن اونجا. اینا کیان؟ همون یهودی ها و مسیحی ها مسلمان شدن. اسلام دین تبشیر بود، ما زرتشتی بوده مسلمان شدیم، اون منطقه یهودی و مسیحی بودن مسلمان شدن. اینا از نظر ژنتیکی آزمایشی که بعضن گرفته میشه خیلی اشتراک ژنتیکی دارن، زبانشون حتی. اینو من تو تلویزیون گفتم، شما مثلا عرب‌های شامات وقتی عربی حرف میزنن خیلی به زبان آرامی نزدیکه، قشنگ زبان آرامی رو میفهمن. ما اونجا رفته بودیم داشتیم صحبت میکنیم باشه، مثلا میگیم اینا مثلا لکم، ما به مرد میگیم لکن به زن، سلام علیکم به مردا، سلام علیکن به زنان. اونا به مرد و زن میگن، به مردا میگن کن. تو زبان آرامی هم همینه، یعنی محمد لخن به میا. حضرت عیسی، حضرت یحیی میگه، میگه من لکن به میا، من با آب اومدم شما رو تعمید بدم، من انا محمد تعمید دهنده هستم، لخن که او خیه خود تلفظ میکردن اونا، برای شما به میا، به آب. هنوز هم همینجور دارن حرف میزنن، منطور نمیخوان قبول کنی که چیکار بکنی. خلاص اینا بلند شدن رفتن اونجا، انگلیسا رو هم راضی کردن، آلمانا رو هم راضی کردن، آلمان نازی رو هم راضی کرد اینا راضی. یک قراردادی با هم دیگه نوشتن، قرارداد ترانسفر اگریمنت، قرارداد مسافرت، که قول میدیم اینا رو به از آلمان هرچی یهودی تحت سلطه رایشه اینا رو برداریم ببرید فلسطین، پولشو آلمان هم دنبال تولید داخل و این چیزا حمایت از تولید ملی و اینا بودن، پولش یه بخشش رو کامیون ها و وسایل آلمانی تو فلسطین تحویلتون میدیم. انگلیس اومد وسط، زمین ها هم فراهم کرد. ببین زمانی که شمال رود ارس هیچگاه اسمش آذربایجان نبوده در طول تاریخ، اگر هم استفاده شده به اشتباه استفاده شده، انگار ما به اشتباه مثلا سمنانو بگیم تهران، هیچگاه نبوده، اسمش آران بوده، شروان بوده، آلبانیا بوده. همین آلبانیایی هم که در اروپا هستن از همینجا کوچ کردن رفتن، کلی هم اشتراکات زبانی دارن، حالا کاری ندارن. زمانی که اسم اون منطقه رو روسا گذاشتن آذربایجان، خب شاه قاجار نامه نوشته به عثمانی هست، اعتراض کرده، تو برای چه اسم اینجا رو عوض کردید؟ این میدونی یعنی چی؟ یعنی یه روزی میخوام آذربایجان شما رو جدا کنم. این همه دعوا سر اسکندر مقدونی و مقدونیه بین یونان و قبرس سر چیه؟ میگه اون بین مقدونی، میگه حق ندارم مقدونی اسمشو بذاره، بذاره مقدونیه، یکی از استانهای منو میکنه میبره فردا. اینا شروع کردن رو سکه عبری نوشتن، عربی، انگلیسی، عربی که از ذات اونجا سالها سالن زندگی میکنن، انگلیسی تحت قیمت مان، عبری هم اضافه شما یکی برای 1% شما داری عبری مینویسی؟ این شروع شد آرام آرام شد دیگه، سکه هاش هم از عکساش هم دیدی. بعد دیگه شد به طور قطع باید وطن برگزیده برای ملت برگزیده، این بعد اتفاق افتاد. دیزاین میکنیم دوباره عیسی برمیگره، چی لازم داره؟ کل یهودی باید اونجا باشن، خب میفرستیمشون. چی باید باشه؟ وارد مسجد الاقصا. آخ این نگاه کجا اومده، خرابش میکنیم، باید وارد معبد سلیمان شه، معبد سومو میسازیم، تصاویرش هست، دیدید دیگه ماکتش رو ساختن بچه‌هاش من نشون میدن. بعد چی؟ یک گاو سرخموی باید زب بشه باشه، گوساله قرمزی. این هم رفتن با علم ژنتیک ساختن جز سه تاره موی غیر قرمز در بدن این نباید باشه، همچون گوساله گیر نمیاد. خب اومدن یعنی معجزه، رفتن با علم ژنتیک این گوساله رو هم ساختن، همیشه هم روش تولید میکنن، میمیره زمانشون داره عقب میفته دیگه، گوساله هم آماده، مذبح هم آماده، وقتشه. یعنی ببین اینا تو ادامه کارشون منتظر باشیم، اگر ایران نبود تا حالا اینا قطعا کار مسجد الاقصا رو سر کرده بودن، شک نکنید، شک نکنید. قصه مثل داعش و اینا اصلا شکل گرفت، اصلا سطح توقعات رو جا به جا کنه.
حالا مسجد اصلا خراب شد. وقتی واقعا به 500 تا انسان یه جا میزنن میکشن صدای در نمیاد. مسجد اصلا خراب شد. چی میخواد بشه؟ دو تا محکوم میکنن میره دیگه. 4 تا تظاهرات و 5 تا نطق و خاله دوباره مسجد اقصا میخوان بسازیم. چه شکلی میسازن؟ اون شکلی. حالا یه منتظرن عیسی بیاد از اوس. یعنی کاملا عقیدتیه. تمام رئیس جمهورهای امریکا به این رفتار صهیونیست ها اعتراض کردن. ببین بدتریناشون. جورج بوش بگیرید اعتراض کرده. خدمت شما هستان. کلینتون اعتراض کرده. اوباما اعتراض کرده. این مسیح اوینجیلیس به کسی رأی میدن که طرفدار اسرائیل باشه، ضد ایران باشه، مسلمون کش باشه. اصلا جورج بوش وعده میده، میگه به من رأی بدی تو جلسه مخفیشون، به قولون جلسه پنهانی با سر اون کسی که حمایت مالی قرار بکنه انتخاباتی بکنه، میگه من براتون جنگ تو عراق و افغانستان داشت. جنگ عراق و افغانستان پیشنهادش با کی بوده؟ کسی میدونه؟ نتانیاهو. جلسه هیرینگ کنگره است، اونجا حاضر شده، داره توصیه میکنه که چجوری به عراق حمله کنن. نماینده کنگره برمیگرده میگه تو در مورد افغانستان هم همینو به ما گفتی، یعنی تو این کارو کردی. اینه که تحلیل اینا ما نیستش. عجیبه. جورج بوش گفت اینا خب کل فلسطین رو روندن تو دو بخش، نوار غزه پایین، کرانه باختری بالا. بعد چه اتفاقی افتاد؟ اونجا هم شروع کردن شهرک ساختن. تو نوار غزه هم شهرک داشتن و شارون عقب نشینی کرد. خیلی از شما به سنتون نمیخواد، 2005 اینا بود. خب یعنی به سنتون نمیخوره که مثلا سنتون پایین بوده اخبار پیگیری نمیکردید. 17 18 20 سال هم چقدر اونجا شهرک داشتن عقب نشین. بس که اونها به خاطر مقاومت بودا، چون تو تیررس مقاومت بود شهرکاشون عقب نشینی کردن. اومدن تیکه تیکه، خود دیگه کار به جای رسید که ابو مازن هم صداش در اومد، محمود عباس هم برگو بابا این پنیر سوئیسی تحویل ما دادید شما. همون هم دارن سرخ سرابه، بهترین جاها رو گرفتن، جایی هم که نیست دیگه، هیچ نیست و تپس نمیشه اصلا دیگه اونجا چیز ساخت. هیچی دست فلسطینی ها نیست دیگه رسما، مرزا دست خودشونه. یه زندان درست کردن و اینا دارن ایزوله میکنن. کارهای عجیب غریبی از دسترسی هایی که تو اینترنتی اینا به مثلا محتوای مستهجن و پورن دارن بگیرید بر اینا فرام که اصلا ذهنشون عوض شد. این فیلم هم که مثلا گفتم یکی داره میزنه میرخصه اینجا تیکه مینازن، آقا داغ فلسطین کشمارا ببینید چه خبر اشغال دارن میکنن. اینا مال کرانه باختریه. غزه 2 میلیون آدم چپیدن تو 365 کیلومتر مربع. 2,200,000 نفرن. 2 میلیون رو شما تقسیم بکنید به این عدد، ببین تو هر کیلومتر مربع چقدر میاد. تازه همش که آدم نیست، بیابون هم داره، ساحل هم داره. این چی میگم؟ یعنی تو هر کیلومتر مربع بالای 6,000-7,000 نفر، تو هر 1,000 متر 1,000 متر 6,000-7,000 نفر آدمه. از هر چی پرت کنه جز کله یکی میخوره. ترامپ هم همینه. حالا نظرسنجی 2016 میگه 26% رای‌دهنده‌های ترامپ از 100% رای‌دهنده، 1/4 ایونجلیست‌ها بودن. ایونجلیست‌های سفید پوست جالبه، ایونجلیست‌های سیاه پوست باز ادامه داره، اونا هم بودن. 2017 70-80% اینا کماکان رأی خودشون باقی بودن. شهادت سردار سلیمانی رقم خورد، چون میگفتن ما میخوایم معامله ابراهیم و این معاهده قرن رو انجام بدیم، مخالف اصلیش تا سلیمانی زنده باشه نخواهد گذاشیم، برو باید بزنیم. همونطور که احمد شاه مسعود رو زدن و بعدش حمله کردن به افغانستان، تا اون باشه نمیگذاره. خوب دقت بفرمایید. الانم 50% کابینه بایدن صهیونیستن. 474 تا کارمند کاخ سفید، یعنی 50% کاخ سفید کارمندا یهودی صهیونیستن. بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا رفت اسرائیل، به نتانیاهو گفتش که ببین من به عنوان یهودی اومدم و نه به عنوان وزیر امور خارجه آمریکا. رئیس جمهورمون میاد، من به عنوان یهودی اومدم اینجا. امریکا دستشونه. همینجا من این تحلیل رو خدمتتون عرض بکنم. قبل از آمدن بایدن اینا این بیمارستان رو زدن. دو حالت داشت. اگر جواب ندن فلسطینی ها بر محور مقاومت، اون شکستشون تا حدودی برای افکار عمومی خودشون جبران بشه. بگیم ما چون اونا کیف میکنن بچه کشی رو میشنم اون اخبارش. فایلاشو دیدید دیگه، مثلا عکس بچه گذاشتن، چه عکس تایید و لایک و خنده و ایموجی اینا رو گذاشتن کانالاشون. یه خورده اونو جبران کنه.
دو نه واکنش میدن در آستانه ورود بایدن. چی میشه؟ آمریکا وارد جنگ میشه. اینا میخوان برن عقب این دختر بابل را دمپره چیز قرار بدن. خوب دقت کردید چیه؟ همیشه همینجوری کارشون. حالا مثالاش هم براتون میزنم. از نظر ملی هم من باید بگم، چون بعضی از اینا دیگه مثلا فاز ملی گرفته، اصلا به ما چه فلسطین چی کار داریم، اینا غزه با ما چه ربطی داره. آقا اصلا اینا نیست. به حدی این با ملیت ما گره خورده که برخی میگفتن، برخی از تحلیلگرایی که غیر ایدئولوژیک تحلیل میکنن و سیاسی همه چی رو میگن، میگفتن این که امام خمینی اومد روز قدس و قرار داد و آرمان فلسطین اینا قرار داد، فقط برای اینکه بتونه از بین مسلمانهایی که دریایی از مسلمانان و اعراب ضد ایرانی یارکشی کنه. تا قبل انقلاب جوری بود، اتفاقی افتاده بود، این جریان همین خلیج عربی رو اولین کسی که اسم برده پان عرب ها بودن دیگه، به جای خلیج فارس جمال عبدالناصر بود. از لج ما ایرانی ها میگفت و شما دوتا، ما در خاورمیانه همه عربیم، اسرائیل ها غیر عربان، شما ایرانی ها. شط العرب حدودی، شاه ایران یهودی، شعار میدادن. نمال قبل انقلابه. بعد شاه هم جرأت نداشت. شاه تو اعلامیه‌های رسمیش همش دفاع از فلسطین، نمیدونم چی میگفتن، اصلا سیاسته. یعنی اینقدر برای ملیت. خب اگه اینجا شما که سلطنت طلبای حرفا میزنید، خب بره ببین شاه خودتون چی میگفته. یکی از اینا اومد توییت عبری رهبر انقلاب اون زیر نوشت که همون کاری که با آمان کردیم با تو هم میکنیم. درسته؟ خب همین کافیه برای سلطنت طلبا این یه خورده به خودشون بیان، دو تا چهار تا کنن، به خودشون میگن قصه هامان چیه؟ چنه همش حرفی میزنن. خب اینو مستحضر تو کتاب استر دارن که اینا 77800 تا ایرانی رو قتل عام کردن تو یه روز توسط مردخای و استر که قبرشون هم تو همدان. خب ما اصلا کار ندیم راست بوده یا نبوده. این که اینا اون هر سال اون رو جشن میگیرن، هر سال که ایرانی‌ها رو کشتن دارن جشن میگیرن. این که نتانیاهو تو اون جشن شرکت میکنه، عشق میکنه، شراب میخورن و فلان، میگن انقدر من عرق باید بخوری که مست بشی که دوتا کلمه رو نتونی اصلا تشخیص بدی. اون زمان که احمدی نژاد حرفای ضد صهیونیستی میزد، احمدی نژاد می نوشتن آهمانی نژاد. اینطوری. حالا اینکه او از این حرفا بزنه طبیعیه، رئیس جمهورشون خودش هم صهیونیست آرزو میکنه که ایرانی رو تیکه‌پاره کنه. اینا ایران حتی اینجا اصلا کافر حاکم باشه، همه ما هم کافر بشیم، گوش کنید، ایران باید تجزیه بشه، چون 85 میلیون 90 میلیون جمعیت داره. ترکیه هم باید تجزیه بشه، عراق هم باید تجزیه بشه، نیو میدل است. این بود دیگه، من نقشه تجزیه شده شو ان شاء الله میتونید تصویر بخش کنیم یا نه. این تصویر اون توییت، حالا چون دیدید الحمدلله خوبی این شبکه‌های اجتماعی اینه که همه چی هم مشخص، اونم که اسکرین شات گرفته خودش هم لایک کرده بودیم بالا. خب حالا با این کار ندارم که اون یکی به من بگه این پروفسور چرا داره عید پوری رو تبریک میگه. جشن پوریم بر ملت اسرائیل و همه یهودیان جهان که برای شکرگزاری از منشور آزادی کوروش و برگرداندن یهودیان به سرزمینشان در ایام نوروزی برگزار میکنند، خجسته‌باد میگویم. بابا تو بابات میگفتش کوروش بخواب نمیدونم که ما بیداریم. این بابت ایرانی کشی هخامنشیان اونجاش پروفسور، نه آزادسازی یهودی‌ها به دست کوروش. جشن پوریم جشن نیست که ایرانی ها رو قتل عام کرده اند. این حالا چون نشون دادم این تصویر، این خاورمیانه جدیدشون رو ببینید. این خاورمیانه قدیمه، بیفر، و اینم افتر بعدش. شما نگاه بکنید همه رو تجزیه کردن. نه نمیذارن کشور بمونه. این کیه؟ این زمان کاندولیزا رایس میگفت حمله‌ای که صورت گرفت توسط اسرائیل به جنوب لبنان درد زایمان خاورمیانه جدید بود. خاطرتون باشه همین امسال دوباره نتانیاهو نیو میدل است دستش گرفت، بعد از سالها. قشنگ مشخصه این نقشه ایست و برنامه‌ای در پیش است. نداره همه رو تیک کرد و همین جا هم شلوغی ها شروع شده، کردستان، آذربایجان، بلوچستان.
آقایی که در بلوچستان، در سیستان و بلوچستان ما به عنوان یک رهبر مذهبی تا دیروز سرکوب میکرد اسرائیل رو و میگفت اسرائیل راهکار سیاسی نداره، فقط جهاد است، حالا داره چی میگه؟ در سرزمین فلسطین رخ داده است از وقتی که به هر حال اینجا دولت اسرائیل تشکیل شده. چرا اینها کنار هم ننشینه؟ باید از خیلی چیزها بگذرن تا بتوانن. چرا اینها کنار هم نشینن؟ باید از خیلی چیزها بگذرن. یه حل و فصل عادلانه منصفانه انجام بدن، به جای این که فلسطینی ها در این فکر باشن که اسرائیلی ها را، یهودی ها را نابود بکنن. شاید به این حرف ها که میگم خیلی ها به من بتازم برد که آقا باید اسرائیل باید نابود بشه، وقتی که چیزی شدنی نیست چرا به این زور بزنم؟ کسی که خیال بکنه که اسرائیل خارج میشه او یا مکاره یا نادانه. اسرائیل نمیخواهد سرزمین فلسطینه مگر جهاد او را خارج بکنه. امروز فقط جهاد اسرائیل رو میتونه خارج کنه. چند وقت قبل همیشونه بسیار بر این اعتقادم که راه حل مسئله فلسطین گفتمان است و سیاسیه. کسی که این گمان داره او بسیار در اشتباه، سخت اشتباه، بلکه در گمراهی آشکاره. برای این که طرف حساب که حکومت اسرائیل است، صهیونیست هستند، اونها نهال منطقن و نهال گفتمانن و آل سیاست هم نیستن. با قلدری اشغال کردن و با قلدری خانه های مسلمانان فلسطین و ایران می کنن و جواب اعتراض فلسطین را دندن شکم می دهند. حرفشون حاضر نیستن گوش بکنن. رای صهیونیستا راه نه منطق نه راه سیاست هست، بلکه راه زوره. راه فلسطین، آزادی فلسطین تنها جهاد مقدس هست. جهاد میتوانه کمر اسرائیل بشکنه و فلسطین آزاد بکنه. کسی که منطق نداره، کسی که گفتمان نداره، کسی که سیاست نداره، رای سیاست حلش، جهاد برای همین انسان هاست. و جهاد یهویی همه چی عوض میشه تو یک شب، تو یک لحظه. حالا همون نتانیاهو امسال در سازمان ملل دوباره The New Middle East رو دست گرفت، خب، و یه ماجیک هم دستش گرفت، یه نقاشی کشید دوباره که مهمه. از یک کوریدوری رو نمایی کرد، کوریدوری که بایدن هم تو G20، کشور گروه 20، اونجا اشاره کرد که این باید شکل بگیره. عرب مدیترانه که از هند شروع میشه، از بمبئی شروع میشه تا یونان. خدمت شما عرض بکنم که این کوریکودیل از این کوریدور رو نمایی کرد. از کجا میگذره؟ از فلسطین اشغالی. اشکال چیزی جمعش کردم؟ این معبد، ماکت معبد سلیمانه که اصلا اینجوری گذاشتن اونجا، میرن مثل موزه است، بچه‌هاشو میرن میچرخن نگاه میکنن و با این اندیشه و با این آرمان بچه‌هاشون رو بزرگ میکنن. بعد شما یک کمی حرفای مذهبی تو مدرسه بزنی، برای چی دارید آموزش ایدئولوژی به بچه‌های مردم میدید؟ خب خدمت شما عرض بشم که من راجع به این کوریدور حرف بزنم. ببین این نقطه مقابلشه که مال محور شرقه، یعنی چین و روسیه. One road, one belt. 120 خورده کشور درگیرن. چین یه عدد خیلی بزرگی برای سرمایه گذاری گذاشته در این کوریکودیل. خدمت شما عرض بکنم که تمام این کشورهایی که این خطوط رو میبینید ریخته به هم. از 3-4 سال شروع شده. از هنگ کنگ شروع شد. ایران، افغانستان، پاکستان، روسیه، جنگ با اوکراین، که این متوقف بشه. اینا راهی رو که خودشون زمینی بگذارن میزن. ببین الان آمریکایی‌ها از ما الان تهران تا دمشق میتونیم بریم. یک جا مرز تنفه، اونجا آمریکایی‌ها هنوز موندن. جایی که عراق میرسه به سوریه.
اونجا هنو نیروی نظامیشون رو نگه داشتن که این حمله پهپادی بهشون صورت گرفت همین امروز. خب اونجا موندن که ما کوریدور رو میبندیم، نمیذاریم اونجا رد شید. دعوا دعوا ایناست. یعنی اتفاقی که سر مهسا امینی افتاد که بسیار بسیار مشکوک بود، دقیقاً در روزی که رئیسی با شی جین پینگ در سمرقند دیدار داشت و شی جین پینگ قول داد که ایران عضو شانگهای بشه و عضو بریکس بشه، همون روز مهسا امینی تو بیمارستان دنیا رفت. همون روز، در روزی که مکرون برگشت گفتش که ما در قبال مسئله تایوان نه نظرمون نظر چینه، نه نظرمون نظر چی؟ آمریکا. اروپا نظر خودشو دارد. تو فرانسه یه پسری کشته شد توسط پلیس. فرانسه جوری به آشوب کشیده شد که آخرین بار میگفتن نه 70 سال پیش بوده، 80 سال پیش بوده، کی بوده. خوب دقت داشته باشید. مغولستان ریخ به هم به خاطر قیمت زغال سنگ. همزمان من در عجب بودم از تلویزیونمون که اینو نمیگفت. یعنی واسه صبح و شب تلویزیونمون اجازه میگه تو مغولستان قصه حجابه. ببینید ماجرا در ایران بسیار مشکوک بود. من نمیتونم بپذیرم اینا. حالا یه دی میخوان ماله بکشم این چرا، چون اگه قبول کنن نهادشون زیر سواله، سازمانشون زیر سواله. حاضرن یه مملکتی فاتحش خونده بشه اما سازمان خودشون زیر سوال نره. بابا یه فیلم چند ماه قبلش میاد بیرون، یه خانومی جلوی این ون گشت ارشاد گرفته داره میگه دخترم مریضه، دخترم مریضه، دخترم مریضه. بذار ببین، میگه من قبول دارم بعد حجاب بوده، اما خب این الان مریض، این استرس بهش وارد بشه بلایی سرش میاد. یعنی راهکار شما برای یه کیس اینجوری که مریضی دارد و ممکنه سکس کنه درست نیست دیگه. ها چند ماه بعد همون دختره است انگار، چه فرق میکنه؟ چی تو ذهن مخاطب نشسته؟ این کلیپو سنگین دیده. بعد یه دختری رو گرفتن همونطور سکته میکنه افتیم. آقا خدا وکیل اگه اینا اتفاقیه ما خیلی بد شانسیم. ها اینه دقیقا فرانسه این حرف رو در مورد جلوی آمریکا یه خورده وای میسته. بابا این جلیقه زرده فرانسوی میگفتن ما هر چی میکشیم از واشنگتن، لندن، تل‌آویو، حروف اول اینا هم گشتن کنار هم یه مثلث درست کرده بودن. و تو رو خدا بیاد ما فرانسوی ها رو از دست انگلیس و اسرائیل و آمریکا نجات بدید. ما میخوام راه خودمون رو بریم، اینا نمیذارن ما رو میکشونن. به زور دستور رسیده باید تو اوکراین برید شما از این اوکراینیا دفاع کنید. بابا نمیخوایم. آلمانا میگه ما نمیخوایم، ما میخوایم تو سرما بیچاره ما گاز داریم ما اونجا تامین میکنیم. یعنی غلط کردید. تانکایی که دارید رو باید بفرستید اونجا. مستعمرن اینا. شما ارزش استقلال و مردمی میفهمن که اینجوری چکمه قرار میگیرن. جرأت دارن که کنن پایگاه نظامی آمریکا رو تعطیل کنن. جرأت دارن انجام بدن. چیزی میخواد تولید نظامی کنه باید تو پازل آمریکا باشه. باید تانکای لئوپارد رو بفرستی اونجا، تو منو چی باید بفرستی اونجا؟ مستعمرن؟ این خط که از بمبئی شروع میشه میاد امارات، عربستان، اردن، فلسطین اشغالی، قبرس، حالا سر رو اگه کشتی بعدش هم برسه به یونان. بعد اصلا هم مقرون به صرفه نیست. ببینید کشتی زمین، کشتی زمین، کشتی زمین، هی بعد بارگیری بشه هی. بعد گفتن نه ما یه چیز ویژه برای این قرار میدیم. آقا عددهایی که گذاشتن باور نکردنی، 500 میلیارد دلار سرمایه گذاری، نمیدونم چیزای خیلی سنگین. خب برای چی؟ برای اینکه خوب اینا یاد داشته باشید بچه‌ها، ما اینجا میخوایم هیدروژن هم بگذره، گاز هم بره، فیبر نوری هم بره، تکنولوژی جدید میخوایم رد بشه. و این مستلزم چیه؟ دقت بفرمایید. آشتی اعراب با اسرائیل. اینا میخوان عربها نونشون گرو اسرائیل بشه. متوجه شدید؟ مجبور باشه عربستان راهش از اسرائیل میگذره. امارات راهش از اسرائیل. برای همین هم اینا عادی سازی رابطه با امارات و عربستان شروع کرد. حالا یک اتفاق افتاد. یا غزه صاف می شود، کل ساکنان غزه رو میفرستیم مصر، این راه رو باز میکنیم که بردیم. اما اگر این نشود باختیم. اسرائیلی داره میگه. فهمید چی شد؟ یا 2 میلیون نفر اونجا باید تعطیلشن برن. که اینجا ناامنه دیگه، تموم شد این کوریدور، خورد هوا شد رفت. الان تمومه اوضاعش. خب
یا اینکه نه ما اینو میسازیم. خیالتون راحت میکنه. شما قبلا جز یکی از نگرانی‌ها این بود که آقا اونجا محور مقاومت آدم داره میتونه اونجا رو با آشوب بکشه. آمریکا داره ببین رقیب اینو با آشوب میکشه، یک جاده یک کمربند و وان رود وان بلتو تمام کشورها رو ریخته به هم، تمام کشور آمریکا و اسرائیل و انگلیس ریختن به هم، این طرف ریخته میشه به هم دیگه که من جلوشو میگیرم، یه بار باید حل بشه بره. اون فرصت الان اگر همه فلسطینی ها رو ریختن توی مصر، میگن آقا 50 تا کشورید بید هر کدوم نفر 50,000 تا 100,000 تا بردید ببرید تموم بشن برن، پولشون هم میدیم، پولشون هم میدیم. اگر غزه اینجا شکست بخورد دعوای جی 20 و اینا سایخ، یه مستر پلنی رو ببینید اون بالاها، اینا دنیاشون پوله، اینا خداشون پوله، اینا رو ببینید. مسئله بعدی کوریدور دیگه ایه. خب اینا همونه، این از بمبئی که مسیر داره مشخص شون قبلا توضیح دادم تا بندر پیراوس یونان، اینم تصویر دیگه. حالا من چین چیکار کنم؟ آها، از راه جدیدی که ما برات میسازیم باید استفاده کنی. راه جدید چیه؟ عطای ترکا باید گذر کنی تو دالان تورانی ناتو. این که علیف اینجوری واسه خوش آدم شده یهویی، اینا تا دیروز مسلمونه جمهوری از آذربایجان قتل عام میکردن، تو تمام جنگا طرفدار ارمنستان بودن، چی شد ورق برگشت؟ یه غربگرا در ارمنستان سر کار میاریم، یه غربگرا در ایران. اینا تلویزیون میشه گفت؟ نه. این غربگرایی تو ایران روابط با چین رو نابود باید بکنه که کرد. اوکی؟ آه 8 سال پیش. خب؟ یارو هم میرفت انگلیس میومد دیگه، چیکار کرد بنده خدا؟ می‌خواست به دکترا بخونه؟ من کاری ندارم، یه شبکه ایشونو دعوت بکنه یه مجری بشه باشین شروع کنه انگلیسی حرف زدن، من قبول میکنم. در حد آیم ویندو یو آر پیکچر از همینا، در همین حد. اوکی، در همین حد، من حرف دیگه ندارم. یک جریان غربگرا در کشورهای اصلی این مسیر، این باید چی کار کنه؟ یک، این کشور به این رنگا رو مشخصه، نگاه کنید عنایت داشته باشید، این کشورهایی که رنگشون پر رنگ تره ضد این جریانن، عملاً بین ایران و روسیه بسته میشه. ما دیگه مرز زمینی با روسیه با کشورهای همپیمان نداریم. دو، اون طرف با چین هم بسته میشه، چون افغانستان هم دارن میریزن با هم. متوجه شدید؟ بین چین و روسیه هم اون بخشای ته قطب و مطب دیگه مرز مشترک دارن، این طرف تعطیل. بین سه تا دشمن اصلی غرب که قدرتمندن فاصله زمینی باید بیفته. چی شد یه جمهور آذربایجان شد حسین عزیز کشور شیعه؟ یه غربگرا تو ارمنستان میاریم سر کار، پاشینیان. پاشینیان برای اینکه رأی بیاره توی ارمنستان در اعتراض به وجود پایگاه نظام روسیه در اونجا، حرکت انتخاباتیش این بود که از اون پایگاه پیاده اومد تا ایروان. هی روزنامه ها میرفتن باش مصاحبه میکردن، دوربین تلویزیون هم تو مسیرم جی پیاده میومد. اومد سر کار، ما میگفتیم تو نباید اینجا رو بدی، ارمنستان میگفت من دوست دارم اینجا رو بدم. ما چی دیگه ایمان؟ آه چرا جمهوری اسلامی کنه؟ چیکار میتونست بکنه؟ رئیس جمهورش میگه میخوام بدم اینا رو. متوجه شدید؟ که چی بشه؟ این منطقه، این جنوب ارمنستانه. خب من ببینم میچم روی نقشه بهتون توضیح بدم. خیلیه آقا، قصه قفقاز انگلیسی ترین اسرائیلی ترین اتفاقیه که اخیراً تو کشور داره پیش میره با واسه نفوذیاشون. تو همه لباسم آدم دارن، برای من یقین شد، برای من یقین شد یار، انقدر قشنگ کارو چیده بودن، رفتن با زن الهام علیف شرکت مشترک تجاری زدن، کسی که بعد پیگیری میکرده کارو. به این منطقه ارمنستان یه میچسبه به ایران، اینجا نخجوانه، من تو این نقشه بکنم باز بهتر شده انشاءالله لود بکنه، این مال جمهوری آذربایجانه. خب نخجوان، اینم جمهوری آذربایجان ارمنستان، این تیکه رو باید بگیرن، مرز ایران قطع میشه.
ما زیر بیلیت اینو خواهیم برم. این تیکه کوچیک اینجا رو میبینید، اینم جناب رضاخان بهشون داد، این منطقه رو رضاخان داد و الا از اون طرف هم قطع بودن. ترکیه وصل میشه به چین، ببینید همین الان نفت جمهوری از تقریبا صادرات جمهوری آذربایجان 99.9% صادراتشون نفته. به کجا؟ اسرائیل. میاد تو بندر ترکیه با کشتی میاد اسرائیل. یعنی امن ترین جاییه که رژیم صهیونیستی میتونه انرژیشو تامین کنه. خب بعد اون زمان که ما داد میزدیم میگفتیم که آقا برید از باکو نفت بخرید، ما نفت شما رو باید بریم باکو بخریم و جنوب بفروشیم، سواپ میکنیم، یه کاری کنه او بدهکار تو بمونه، او گیر تو بمونه، پولش از تو بخواد. این الان بخواد برای نخجوانش چیزی بفرسته تو مرز ایران میفرسته. زمان جنگ اینو با ارمنستان ایران شهید داده اونجا، مردمش نمیتونه. و جالب اینجاست مردم جمهوری آذربایجان 5-10% اصالت و نژادن ترکن، 90-95% ایرانیان، ژن مشترک، زبان مشترک. دور باکو 30 خورده‌ای روستاست. از این 30 خورده‌ای تا 100 سال پیش فقط یک روستا ترکی صحبت میکرده، بقیه همه تاتی حرف میزدن. زبان آذربایجان زبان مادها اگه میخواید بدونید چی بوده، بازماندهش زبان تاتی و تالشی. قبل مادها هم همین زبان بوده اونجا. خوب دقت کنید، اومدن چیکار کردن؟ الان دارن تمام اون منطقه رو ترکیزه میکنن. روسیه اوایل این کارو میکرد برای اینکه از مادر این سرزمین رو جدا کنه، فرهنگیش جدا بشه ایران. عثمانی حالا اضافه شده، عثمانی با انگیزه های دیگه، انگلیس هم پیوسته، اسرائیل هم داره کار میکنه. برندا شفر مشاور اینا رسما میاد چنان پل خدافرین و میشه عکس میگیره، پل مرزی قدیمی بین ما این طرف اون طرف عرس. الهام علیف با همسرش با لباس نظامی میاد لب اونجا وای میسته عکس. خب چه دلیلی داره رئیس جمهوری کشور با لباس نظامی تو مرز یه کشور دیگه عکس بگیره؟ مثلا اعلام جنگه. این طرف هم تحلیل میدادن نه ما فعلا باید پیرم مشکی بفرستیم چیز جمهوری آذربایجان، پیرم مشکی بفرستیم اونجا رو ببینم چی بشه. آرام آرام الان از من بپرسید من میگم کاری کردم با این آزادسازی قربانی. منفورترین آدم بود علیف، منفورترین آدم، ازش قهرمان آزادسازی قرباخ ساختم. یعنی قرباخ دو دستش دادن دیگه، از این ارمنستان فیتیلر کشی نفر ارمنستان سر کار آوردن اومد عقب، از اون طرف هم پهپاد بشدن اسرائیل یا ترکیه یا که بدن کار یه سره کن تموم کن. اینجا رو دیگه شما دیدید رهبری محکم اومد وایستاد و من اجازه نمیدم مرزای چیز تعقیب قرباق مال شماست، اینجا بوده قرباق این بالاست. من به شما میگم اگر اینجا رو موفق نشن انجام بدن، میان از بالا از مرز گرجستان میرن، اون مرزم اختلافیه، به گرجستان حمله میکنن، اون تیکه رو انجام میدن. برید سخنرانی های 88 14 سال پیش بوده، اونجا عرض میکردم جنگ ارمنستان و جمهوری آذربایجان. چون اینا چیه؟ اینا مستر پلنه، دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره، باید از حیث انتفاع بیفته تا انجام نشه. اتفاقی که در فلسطین داره میفته اینه که یک کوریدور کلن انجام بشود یا نشود. این آها، یعنی شما میگی چرا چششونو بستن؟ برای همینه. اینا توی اقتصادی باید مگه میشه ما اینا رو نبینیم؟ اینه از سینکیانگ شروع میکنیم، ارومچی، آلماتی، همینطوری میایم تا کجا؟ تا ترکیه. از اینجا باید بیاییم منطقه شمال غرب چین مسلمان نشینه. من اونجا رفتم سفر کردم، مسلمان سنی به شدت محب اهل بیت، عجیب اصلا، خیلی متأثر از فرهنگ ایرانی. اصلا گفتم اونجا نماز صبح میگم بامداد، به وضو میگم آب دست، خیلی عجیب بود. یادم این گلستان یا بوستان سعدی رو میگفتن بابا بزرگامون حفظ بودن، نمیدونستن چیه ها اما باید حفظ میکردن، بخشی از چیز دینیشون بوده.
متاسفانه همه این سرمایه‌ها رو داره دونه دونه نابود میشه میره. مردم جمهوری آذربایجان واقعا الان چی فکر میکنن؟ فکر میکنن یه کشور بودن. روسیه حمله کرده شمالو گرفته، ایران حمله کرده چی؟ جنوبو گرفته. روسیه پس داده، ایران پس نمیده. اینا تو کتاباشونها. یه کار رسانه شما بگو، یه خبر شما بگو، یه مستند، هیچ، لال شده اینجا ایران. آقا شما میخوای حکومت این کارو نکنه، مردم بذارید این کارو بکنن. شما چرا مردم که نمیتونی بگی؟ بعد کار انقدر چیز شده که جمهوری آذربایجان هیچی، الان مردم آذربایجانی خودمونم فکر میکنن اونا راست میگن. یه روزی راجع به بعد جدا صحبت بکنم اون چه اتفاقی داره تو آذربایجان داره میفته. این رئیس جامعه ضد بدنامیه. خب من زیر میز براتون میخونم. آیا فکر میکنی اسرائیل در چنان موقعیت وحشتناکی قرار گرفته که نیاز داشته باشد از هر جای کمک بخواهد؟ این مال 20 سال پیشه. نه، من به این مسئله این گونه نگاه نمیکنم. این گروه، این اوانجلیست‌ها کاملا از اسرائیل حمایت میکنن. کمی به خاطر دلایل مذهبی، برخی دلایل عقیدتی هم، برخی هم مسائل سیاسی، کمی هم به خاطر دلایل سیاسی. این مهم نیست. آنها در هر صورت یک کنار ما. وقتی در کنار یکی از مسئولیت اوانجلیست در یک گردهمایی حمایت از اسرائیل حضور داشته باشید، آیا این که به نظر او شما در آخر زمان کشته خواهی شد یا مجبور به تغییر دینی شما رو ناراحت نمی کند؟ نه، ما معتقدیم. من منتظر اولین حضور مسیح هستم، او منتظر دومین حضور مسیح. یعنی سایر نکات رو جزئیات می دانید؟ میبی؟ بله همین. ولی مسئله این حقیقت رو تغییر نخواهد داد که ما امروز در مورد یک مسئله توافق داریم. بعد چیه؟ دیزاین میکنیم دوباره معبد و یهودیا و حضرت عیسی و یه خره و اون گوشه پیدا بکن سوار بشه و گاور رو بیام سر ببریم، همه اینا رو که درست کردیم. خب حالا سوال، اگه یهودیا مثل دفعه قبل عیسی رو قبول نکردن چی؟ یا اینجا دیگه دو حالتی، یا مسیحی میشن یا بهشون حمله میکنیم. این داره اونو میگه، میگه تو رضایت میکنه اون تهش هم شه. میگه نه، فرقی نمیکنه، اون منتظر اومدن اولین دومین بار مسیح، من اولین بار پرش بدن دعوا درست کنم، از ظرفیت اونا دارم استفاده میکنم. موضوع مبارزه با تروریسم است. خوش آمدید آقای نخست وزیر، خوشحالم شما رو میبینم. این دقیقا همان چیزی است که دولت بوش و حکومت اسرائیل داشتن، بایدن نتانیاهو اون موقع، همیشه همینه. پس از 11 سپتامبر گفتن در جنگ با تروریسم هم پیمانن. ولی بنیادگرایان مسیح از این فراتر رفتن. آنها میگوین این اتحاد میان دولت ها نیست، بلکه اتحاد میان دو دین است. آقا این خیلی مهمه، اینجا رو خوب گوش کن. ببین این جری فال و من، جزء جری فال از اصلی ترین رهبران اینا بود، به درک واسه شد. ببینید چی میگه. فکر میکنم که بسیار از مسلمانان این روزا احساس میکنن که مسیحیان و یهودیان علیه آنها با هم متحد شدن. همینطور است. بله من متاسفم، ولی همینه. امیدوارم فروکش کنه، ولی این مسئله امروز واقعیت. 20 سال پیش دارین حرف می‌زنید، انگار همین الانه. فالول معتقد است هرچند بسیاری از مسلمانان می‌خواهند در صلح زندگی کنند، ولی مرزها مشخص شده است. یعنی نمی‌دونید، شما نباید اینجا بیاید. فکر نکنید واقعا مذاکره با اینا جواب میده. طرف اینه، مرزها مشخص شده، همه‌تون باید گم شید اینجا بدوریم. ته حرف اینه، ریز ریز گرفتند. مسیحان یهودیان در یک سو، مسلمانان در سوی دیگر. او اضافه کرد مرزها بیش از 1000 سال است که رسم شده. فکر میکنم محمد یک تروریست است. در مورد پیامبر ما داره اینجور حرف میزنه. من به اندازه کافی تاریخ زندگی رو خواندم، چه به قلم مسلمان و چه غیر مسلمانان. او یه خشونت طلب است، یک جنگ سالار. پس همچنان که موسی الگوی یهودیان است و عیسی الگوی مسیحیان است، محمد هم الگوی مسلمان و یک تروریست است. به اعتقاد من بله، همچنین معتقدم عیسی و موسی نماد عشق هستند و فکر میکنم محمد درست در ماله. حالا دارید تکیه های پازه، این کاریکاتوری در مورد پیامبر کشیده میشه، داعشی که ظهور میکنه رو پرچمش محمد داره،
میایم جلوتر، حماسی که با داعش شبیه انگاری میشه، کشور اروپایی که دونه دونه دارم سفر میکنم به رژیم صهیونیستی، و مسلمانایی که ملال شدن. میام شما اون کلان نقشه هاشون رو بشناسید، اینا دیگه ببین از این نقطه A اینا میخوان به B برن، حالا اینجوری اینجوری میرن، اون که اتفاق بیفته نیفته. گفتم قرار بود مثلا اینو بتونن یه زن رو در آمریکا رئیس جمهور کنن، نشد. خب اما مسیر فرق نمیکنه، مسیر رو دارن میرن. این فیلم هم ببینید کوتاه‌تره. فالول، جری فالول، ماه آوریل گذشته همین احساس را داشت. این مال زمان جورج بوشه، 2000 حمله به افغانستان عراق، 22 سال پیش، همان وقت که بوش از اسرائیل خواست تانک هایش را از شهرهای فلسطینی کرانه باختری بیرون کنند. ببین جورج بوش به اینا میگفته باشه دیگه، اینا باشه دو تا تیکه دیگه، تانکاتو بیار عقب با من، با این عربا نفت میخرم، بتونم دو تا حرفم من بتونم بزنم دیگه. ببین اینجا جورج بوش میگه فوراً عقب نشینی کنید، جواب ببینید بدون درنگ. فالول نامه اعتراضی به کاخ سفید نوشت که 100,000 نامه الکترونیکی از سوی محافظه‌کاران مسیح همراه شد. اسرائیل تانکایش حرکت نداد، بوش هم دیگر درخواست نکرد. میگه هیچ کس نمیتونه جلوی ما رو بگیره برای مقابله، جلوی اسرائیل هست. یعنی اگر رئیس جمهوری در آمریکا این کار رو انجام بدهد، دور بعد رأی 25% رأیش رو فراموش کنه. انتخابات تو آمریکا چجوری بوده؟ 50-51% نزدیک نزدیک، صحبت 1-2% 25% آرایش بپره. برای همین تمام رئیس جمهور در آمریکا مجبور به باج دادن به رژیم. چرا آمریکا پشت ایناست اینجوری؟ بعد بفهم اوباما با ناراحتی از نتانیاهو رفت، آخرین جلسه می‌خواست به آمریکا راهش نداد. ولی تو این شرایط بوده اینا رو بعد خوب خوب درست شما باید بشناسید. بله در همون آمریکا کلی جریانای اصلا ضد اینا. اما با این اتفاق که افتاد، الهام علیف سری جمهور آذربایجان آماده است بیدرنگ با ارمنستان مذاکره کند. همین طوفان الاقصی که شروع شد عملیاتش، این تو قبلش میگفت من دیگه با پیشونیان مذاکره نمیکنم، من راجع به بخشی از خاک خودم با دشمن مذاکره، کل ارمنستان خاک منه. میگفت من سری، گفت من سری حاضرم مذاکره کنم. عربستان سعودی، روز جرزالم پست نوشت که عربستان سعودی با آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه گفته که ریاض به تمام مذاکرات برای عادل سازی روابط با اسرائیل پایان میدن. گفت نکنه دو تا پاراگیر رو دارن بفرستن اینور. عربستان میدونه این خط فقط در امنیت برقرار شد، امنیت این منطقه فقط دست یک نفره، بر همین اینجوری شروع کرد روابط رو اصلاح کردن. خوب دقت کن، من دیدم فردای این روزی که عملیات طوفان الاقصی شروع شد یه چیز درست کرده بودن، یه برنامه توی جمهور آذربایجان گذاشته بودن، یه کارشناس آورده بودن، حالا فیلم اون نگردم، داره میگه که ببینید اینا با پاراگلایدر حمله کردن اینجوری، بعد من نقشه‌رم اینجوری نشون میده، یعنی که اینا میتونن این کارو با ما کنن. پروفسور نه تو اسرائیلی نه ما حماس، پاراگلایدر چیه؟ تو مگه لازمه پاراگلایدر بیارن سراغ موشک نه پایگاه‌های بسیج ارومیه، تبریز، اردبیل تا باکو رو میگیره. فکر کردن اینا مثلا قصه اینا نیست، من دارم خیلی جدی گرفته خودش شبیه سازی میکنه خودشو که مثلا الان ما اسرائیلیم، نه تو نسن اسرائیلن درناغسان، تو که ناخون اسرائیل نیستی، حماس تا بیزیم درناغمز در نظام قدرت دادا، قدرت نظامی شون باز اون هم اندازه ما نیستن. خب شما را همین گفتم، همین پایگاه بسیج جمع میکنم، هم اردبیل دم دست هم اونجا صاف میکنم میرم به تبریز و ارومی هم تازه نمیکشه. یکی از این دوستان تعریف میکرد، میگفتش که اردبیلیه، میگفت رفته بودیم تو جنگل تو بریم تفریح 2-3 روز، بعد میگفت من دیدم بیخ کوه و شخم زدن اینجوری، گفتم تراکتور که نمیتونه بره، آدم هم که اونجا چیزی نمیتونه بکاره، این حتما کار گرازه، یه گله گراز اومد اینجا زد شخ زده رفت. میگه نشستیم و
بعد گفتم به بچه گفتم شب میان اینجا رو داغون میکنن گرازا، بیاد بیدار بمونیم. نو گفتم بابا هم بخوام روز بریم تفریح کنیم اینا. گفتم بریم آتش روشن کنیم بترسن نه. گفت قد یه کامیون آتش شام. میگم از قدیم دوست داشتم با این سرخپوستا رو دوست داشتم. گفتم حالا که بیا سرخ آتش سرخپوستی درست کن. گفت بابا ولمون کن. نه ما حتما باید انجام. میگه آتش درست کردیم. گفتم حالا که اینجوری به خودمون شبیه سرخپوستا کن. یه ورش میگم گل مالیدم به این سر صورت اینا، دود و خاکستر مالیدم و برق کردم تو پیرناشون. نه باگوم باگوما میکردن دور این آتیشو میچرخوندن. نگو اینا تو نقطه صفر مرزی با جمهوری آذربایجان خبر ندارن. سربازای جمهوری آذربایجان اومدن وایسادن دارن نگاه میکنن، میبینن لب مرز ایران یه گروه آتیش درست کردن از یه خونه ای با گوما با گوما میگن دور این میزنن. عطر سکته کرد، زنگ زدن باکو کمانداشون تا ساعت 4 صبح اینا رسوندن اونجا. اینا میگیرن میخوابن، این خیلی خوابالو صبح بیدار میشن، 10 صبح بیدار میشن، برم بچرخم میرم عجب جای قشنگ ما اردبیلیم خبر نداریم همچین جایی. دفعه بعد این من با زنم بیام با ننم بیام همه میگن بیا پاشیم بیام اینجا، یوهوی مینه یک عبالار زد با قندخت و گردن یکیشون رو دستگیر میکنم برم برم باکو برای بازجویی. رفته بودن تو خاک آذربایجان. بابا اینا حالا بعد اینو میفهمن و سفیر همایی میشه حالا آزاد میشن کار ندارم. میگن بابا اینا 4 نفر بازی داشتن میکردن، شما زنگ زدید کماندو ماماندو هاتون اینا مثلا سرخپوست بازی میکردن. خب آره دیگه چیم سرخپوست بازی میشه چیم چه اونم والا. اینا آماده کردن خودشونو و اصلی ترین دشمن ایران میدونن. الان آموزش زبان فارسی خیلی جدی در رژیم صهیونیستی اینو ببین که مز داد میزنم انی تو ایک ناخون لبکش مبشلی کسف منی اومرت بابا پول بده آفرین لیو مگمت ایران او بشمه همله ایران مودین و ویتخون سلام آقایان، خب بگم شما این بخدا شد؟ میخواد علا شنانشیم بشه لگرین تظاهرات زنان و مسئله هستهی میگه برام جز اینا کیا؟ اینا همه اکانتان که توی تویتر هم توی اینستاگرام میان فوش مینویسن یه همون هر کدوم 50 تا اکانت دارن نشستن. اولی هم سوتی زیاد میدادن، مثلا هیا رو خه مینوشتن چون اینا تو تلفظ اشکنازی ها هی جیمی رو خه تلفظ میکنن. خماس مثلا حماس رو اینطور میگن. این رشته برای ما خیلی جذاب است، راجع به فرهنگ ایران و زبان فارسی یاد میگیریم. برای سربازی هم به ما کمک کنن. کسایشون که زبان فارسی بلد باشن تو سربازی جای ویژه میرن و آره میرن 8200 عشق میکنن. دو سه ساعت کلاس رو با آموزش فارسی اختصاص میدن که حتما موقع پیوستن به ارتش بهشون کمک میکنه. جالبه چه فقط زبان فارسی نیست. کنار این آموزشگاه بیرونه ها، فکر نکنه آموزشگاه واحد 8200 اسرائیله، نه آموزشگاه بیرونه کلاس زبان میرین کلاس زبان فارسی میرین. اما دو سه واحد چی دارن؟ امنیت بینه یاد میدن، اطلاعات و امنیت. گوشی تو چجوری سیف نگاه کن، چی کار کنی، چجوری لو نری، چجوری بتونه عملیات روانی بکنی. بعض از حرفایی که تو شبکه اجتماعی میشنوید چرا شما 10 سال پیش نمیشنیدید؟ اصلا معلومه طرف ایرانی نیست، اصلا تو فرهنگ ما تو کافرای ایرانی هم همچه حرفایی نیست. قبل ما رمضونه یوهوی بس من میخوام روزه بخورم، قبل محرم آه چرا نظری میدید، اینا همه تو ایناست. بهاییان کمکشون میکنن. ببین داره بهشون میگن که اگه ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه چی میشه. ببین میگه تو جا ترکیه باشه اجازه میدی یا نه. خب الان رو جمهوری آذربایجان کار میکنن، یه پایگاه نظامی دارن، یه فرودگاه قدیم بوده مال زمان روسا کمونیستا بوده اونجا رو دارن احیا میکنن. پهباد هرمسی که میخواست بره نتنزو بزنه ما سامان پدافندمون زدش از جمهوری آذربایجان بلند شده بود. یعنی شو پاتوس شادو جیان رو پیش شما
باید در همه مدارس باید رشته ایران وجود داشته باشد. بعد میگه اینا دشمن جمهوری اسلامی هست. آقا فکر کنم مثلا ریاضی یاد میگیری باید ایران شناسی یاد بگیری. براشون عجیبه که مثلا ادبیات و فرهنگ تو ایران میگه مهمه، چون خوشم اینا فرهنگ ندارن دیگه. یه زمانی رئیس جمهور اسفاق ما برگشت بهم گفت سینوسه بی فرهنگ، بعد حارث یه مقاله نوشته من موقع میخوندم بش جالب نوشته بود راست گفته ها، ما سینوسه بی فرهنگی، یکی از روسیه بلند شده و اومده، یکی از آفریقا ورداشته و بردی، یکی از خاور، مثلا هیچیمون به هم نمیخوره، مثلا فرهنگ مشترک نداریم. یکم این کلیپ هم بینیم کوتاه سری بریم. سلام اسم من فروزه، گزارش یورونیوزه. سلام عزیزم، اسم من سلطنت است. تا در کجا زندگی می کنی؟ من در تشتیک زندگی می کنم. تو کجا؟ چه جاله؟ من هم در تشتیک من. بعد اینا میرن تو ارتش، تو باید 8200 اکانت میزنن رو مخ شما. این فیلم رو برنامه تلویزیون واسه گفت این خانم رو نمیتونیم شرمنده نشون بدیم، اون یکی فارسی رو میتونیم نشون بدیم. من باشه ببینم. خب اینا نجات پرستی به معنی واقعی کلمه، یعنی اونجا نه جای مسلمان است نه مسیحی، هیچ کس، همه باید برن بیرون، مرزا مشخص شده است. این یک کلیسای در سرزمین اشغالی در اورشلیم. فوش میدن بلا استثناء به دهن میندازن. ببینید به بچه هاشون همینجوری آموزش میدن. اینا رو بکنید کنار صلیبشون رو همینجوری. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تو حاشیه نشست G20 در مورد همین کوریدورها ببین چی میگه. این یک معامله بزرگ حقیقی است که بنادر دو قاره را به یکدیگر متصل میکنه و منجر به خاورمیانه باثبات‌تر، شکوفاتر و منسجم‌تر میشود. این پروژه فرصت بی‌نهایتی را برای انرژی و برق پاک و گسترش کابل‌ها برای اتصالات جوامع فراهم میکند. خطوط لوله، نفت، گاز، هیدروژن، فیبر نوری، همینا رو اشاره میکنه. بعد نتانی تو سخنرانی سازمان مللش میگه این کوریدور یک تهدید دارد که توامان اعراب و اسرائیل را تهدید میکنه و آن تهدید ایران است. یعنی موضوع وقتش چی بود؟ این کوریدوری بود که دیده با ماژیک هم کشید. میشه به شما نشون بدم. الان موقع تعیین ابرقدرت‌های جهان برای 200 سال آینده است. اگه تو همین 3-4 سالا تهش این دهه اگر موفق شدی میخو کوفتی اونجا تا 200 سال دیگه هستی، وگه نه تموم میشی. خیلی قدرت ها بودن که الان خبر ازشون نیست، اثری ازشون نیست، و خیلی خوب قدرت ها که ظاهرا اثری ازشون نیست به وجود میان. دنیا در حال تغییره. قرآن میفرماد این نداولو تغییر میکنه، دولت به دولت تغییر میکنه. الان ما باید تصمیم بگیریم. در جریان اوکراین هم قصه همینه. من بحث اوکراین هم باید جدا برش رو باید بذاریم. تا الان که من دارم با شما صحبت میکنم 470 هزار اوکراینی کشته شده، بین 6 هزار تا 12 هزار تا هم افسر مستشار اروپایی کشته شده. آنگلا ساکسونی از استرالیایی بگیری تا انگلیسی و آمریکایی و نمیدونم کشور دیگه، رسماً یعنی اوکراین کلپس کرده، تموم شده، هیچی دیگه نداره. دیگه تو خیابون آدم شکار میکنه میفرستن جبهه دیگه، به زور میگیرن اینا رو میفرستن.
زنا رو دارن میفرستن. بعد این جمهوری آذربایجان انقدر شعور نداره نمیفهمه احمق، اینا برای چشمابی دل نسوزوندن. ته تهش تو جنگ با ایران میخوای اوکراین اونا باشی دیگه، که اصلا برایشون مهمه؟ فکر کنه امریکا وارد نبردی میشه که توش انقدر جدی پیشرفته که ایران تمام چاهای نفت و گاز منطقه رو زده، اونا هم زدن ها، اونا که باید نمیستن، اونا پتروشیمیای ما رو میزنن، چاهای سختی خواهد داشت، اما تمام چاهای نفت جهان قیمت نفت و دونه جوری وحشتناک جهش کرده که کشور اروپایی نابود خواهند شد، وارد همچین نبردی میشن. همین الان تو ماجرای غزه ببین، با دست پس میزنه با پا بیش میکشه، نمیخواد جنگ گسترش بده بکنه، فقط میخواد ماجرا همینجا تموم بشه، این کوریدوره بمونه. نمیشه غزه بعد از هر بمبارانی همینطور بماند، همکار رژیم تمومه. اسرائیل بعد ماجرا به سراشیب سقوط با سرعت بالا افتاد، قبلش هم همین بود. اینا نمیمونن تو اسرائیل، اینا نه، اینا فرار میکنن میرن، اینا همشون عموماً دو تابعیتی هن. پاسپورت آلمانی شدن، فرانسوی و بلژیکی و سوئدی و چنین، همه تو جیبشون آماده است. یه سری از نکات در مورد این صهیونیستان بگم قبل از ما شنیدیم، اما اینجا لازمه گفته بشه، بخش هم شاید بازگو بشه. اینا به غیر خودشون میگن جنتیل گوییم، حیوان دوپا، حیوان دوپا. هر غیر یهود، هر کس، ببین دیندارش مهم نیست، یهودی کافر یهودیست، اون انسانها. غیر یهودی متدین حیوانه. میگن حیوانات دو دستن، بعضیشون مثلا رو زمین میخزن، بعضیشون چهار پان، بعضیشون هم دو پان. اینا غیر یهودی این است، اینو بدونید. این نجات پرستی بین خودشون هم هست، باز بین یهودی ها و صهیونیست ها. وقتی میگیم یهودی، این جانب منظور ما صهیونیست هست، همون اول گفتیم ما تفکیک میکنیم، چون هم فیلم های اونا رو هم میذارم که خوش مخالف. خوب دقت کنیم، بین اینا غربی ها ژن بهتری دارن، یهودی اشکنازی قدرت بیشتر در اسرائیل دست ایناست. بعد سفاردی ها، خاورمیانه ها که اصل یهودی ها اینا، اون که واقعا اگه دنبال ژن و ژنتیک هستید اینا یهودی خالصن، اونا اختلال ژنتیکی دارن. خاورمیانه چشمابی دیگه چیه؟ خب این طرف چی؟ در مورد صهیونیست ها میگم، اون که حالا معدود هر جای رنگ چشم مختلف هم هست، اون که اصلا نیست، اجازه نمیدن. رئیس جمهور چرا؟ نخست وزیر نه، چون اصل قدرت دست نخست وزیر. فلاشا بدبختی رو پیدا کردن تو آفریقا، نه خدنه میکردن، گفتن چون شما خدنه میکردین یهودی پاشید بیاد اینجا، و شاید مسلمان بودن، رفتن تو کوه تبت یه گروه پیدا کردن، اونم خدنه میکردن، اونا برشون شما یهودی پاشید بیاد. اینا رو کجا گذاشتن؟ شهرک های اطراف غزه، که اگرم درگیری شد باز اینا بمیرن. اینایی که شهر میشه برشون آوردن، هیچی بر این اصلا بدبختن خیلیاشون، یعنی کوچاندن آوردن، دو تابعیتی نیست دره بره، یا نه از اون مذهبیای افراطیشونن که اومده لب میدان نبرد وایساده میخواد بجنگه. خوب دقت کنید، اینو باید توضیح داده بشه. تو نجات پرستیشون که از بچگی آموزش میدن، وزیر داخلیشون گفت سران کشورهای عربی خر حضرت موسی. این چی داره؟ خاخام اسحاق یوسف، سیاه پوستا میمونن، غیر یهودی ها باید اعدام بشن، بردهداری باید برگرده. یعنی چی برده؟ کی برده است؟ هر غیر یهودی. بردهداری چیز خوب بود، وزیر جنگشون، ما در حال جنگ با حیوانات هستیم. دعا میگرفتن برای نابودی، خدایا زلزله بیار برای اینا، سیل بیار سر اینا، فلان. خواهم عبدیا یوسفشون که برای نابودی ما یه شب تا صبح همه رو جمع کرد، تلسم داوود خوندن برای جمهوری اسلامی نابود بشه. بعد اینا مقاله ها نوشتن در مورد آیت الله کرس، نفرین آیت الله ها، گفتن اینا هم یه تلسمی دارن، خیلی تلسم خفنیه. اینا فکر کنن آیت الله کرسی رو اینجوری فهمیده بودن، آیت الله کرسی کجا آیت الله کرس. خب بعد گفتن آره آخونده یه نفری یه تلس میدارن، اگه بزنن اون دیگه چیز دیگه زده ضربه میشن و خب آره رمزه، بزنن نابودو میکنن. مقاله نوشته شده، من یادم یه مقاله ازشون خوندم تو اسپوتنیک روز، خیلی جالب بود، نوشته بود که هر کسی با این آخونده در افتاده آخر باباش در اومده. شروع کرده از زمان عثمانی ها، شروع کرده بودن
تو این فاز و فزانا بدونی یا فکر نکنی اصلا برای ماست این چیزای عقیدتی. 90% جامعهشون هم بیدین هست، سکولارن. شنبه ها که روز شباته نگه نمیدونن، لخ میچرخن، بین خودشون هم دعوا، بین خودشون هر شنبه دعوا، اینا مغازه رو وا میکنن، این ارتودکس‌هاش میان شیشه اینا رو میشکنن. یعنی اصلا به زور دیگه با چسب دو قلو اینا رو کنار هم دیگه نگه داشتن، میخوام به زور نگه. خب حالا من چند تا از این کلیپ هم که گفتم ببینید، بذار من از این بگذاریم، این نجات پرستی فیلماشو میدم بذارم. Goyim that steals right the way they become guilty and deserve an execution. It's not like a Jew. A Jew steals, he has to pay double, but he doesn't have to be killed. For a million, he has to pay 2 million, but you leave him alone. But other than that, if you stick to the laws of the Torah, they can kill him. Just have to make him a double punishment. The Goy that steals, that's it. The Beit Din has to execute him. Why? The 7 laws of Noah, one of them is you should not steal. All the laws of the Goyim is subject to executions. You ask me, well, in that case, you don't have one Goy today in the world that deserves to live. For sure, you're right. Even the most righteous Goy deserves an execution. Why? At least one stamp he stole from his boss in his life. He used someone's pen without permission. That's it, you're a thief already. So basically, all of us are thieves. Jews, non-Jews, everyone is a thief. אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם. אני מאמין שבית המקדש ייבנה בשנים הקרובות. מה יש שם עכשיו על בית המקדש? אז מה יקרה מהמסגד? ישבר. אם יקל פגש בשנה האחרונה ילד ערבי? איפה פגשת ילד ערבי? ליד הכל. ודיברת איתו? לא, הוא דחף אותי, אבל הוא... ומה קורה כשאתם רואים ילד ערבי? מה אתם מרגישים? יש עוד זעם. זעם? מה קורה כשאתם פוגשים ילד חילוני? למה אתה מבחר עליו? שמי אנחנו דיברנו עושים. הוא לא הולך לדעת. כשאתם חושבים על ירושלים בעוד 10 שנים, כולם חברים? לא כולם חברים, ערבים חלק. תהיה משיח, הבנתי, כן, מה אתה אומר? שמיכה והגדולה חלק מהם עבדים. איך זו? הם ירצו הגויים להיות עבדים שלנו. זהו הרב אליעזר קשתיאל, ראש ישיבה דוד באלי. הכי טוב להיות עבד של יהודים. הם שמחים להיות עבדים, רוצים להיות עבדים. אלא האדונים הם היהודים, העבדים הם הערבים. החלוקה לא מקרית, זה עניין ביולוגי, בעיות גנטיות. יש מסביבנו עמים כאלה, בעיות גנטיות. תראה איך הם נראים. והנה התורה כולה, תורת הגזע. בוודאי שיש גזענות, מה אנחנו לא יודעים שיש גזעים שונים בעולם, מה זה סוד זה, מה זה לא נכון, זה נכון, מה לעשות? כן, אנחנו גזענים, אנחנו מאמינים בגזענות. נכון. چه بلای سر لوی تاخورا آوردن؟ اینا هم یه خاندان، اینا هم یه گروه یهودیان، تاهور پاک، لوی هم که میدونید یعنی آخوند. لوی هارون، اینا تمام روحانیشون از نسل لوی، حضرت موسی هارون از نسل کی بودن؟ لوی. اون داداش خوبهشون دیگه تون آره میگفت نکشید و اون کارا رو نکنه چون سریال یوسف یادتون بشه. حضرت موسی که از طریق هارون ادامه پیدا کرد، یعنی هم الان روحانیاتشون مثل سادات چجوری با مثلا اینا سیداشون هارونی هست، برای هم به حضرت یعنی هارونی بودن نماد یعنی پاک بودن، برای هم تو قرآن میگه گفتن به حضرت مریم بعد میگن بارداشت گفتن یا اخت هارون، نه که واقعا برادرش هارون باشه اسمش. یعنی ای امام زاده تو چرا؟ تو که نماد پاکی بودی. لوی لو تاهور اینا خیلی پاک میدن، دین و حجاب واقعی چیزم دارن، خدمت شما عرض کنم ابراهیمی هم دارن. اصلا شما اگر کنارشون یه مرد یهودی نباشه فکر میکنید یه زن محجبه مسلمانه، اصلا نمیتونی تشخیص بدید. این بدبخت ها از این کشور به اون کشور، اسرائیل بیچاره شون کرد. نامه نوشتن به ایران با آیت الله خامنه ای، نامش آقا بذارید ما بیام ایران زندگی کنیم. چرا نمیخوام برم عربستان زندگی کنم؟ چرا میخوام یه کشور دیگه زندگی کنم؟ میگن تنها کشوری که واقعا به دین آدم احترام میذاره منو سوجان جمعه ایرانه.
کسی با کارمون کار نداشته باشه، بزن عبادتمون رو کنیم. بچه‌هامون سالم میمونه، هم جنس باز نمیشن، نمیدونم چی نمیشن، ایرانه. بعد تا نامه نوشتن این بی شرفا صهیونیستا با دولت پلیس مکزیک هماهنگ کردن، حمله کردن، قلع و قمعشون کردن. صدا از هیچ کس در نیامد که آقا بالاخره اونجا اسرائیل یهودی‌ها رو زدن، چرا اونجا صدا نمیاد؟ کدرت می‌کنی؟ یعنی تا دلتون بخواد. یا ناتوری کارتاها که اونم یه فرقه دیگه، یعنی اصلا میگن بابا تورات میگه قبل از ظهور ماشیه اصلا شما حق نداری بری اسرائیل. برای چی دارید میرید؟ اصلا نباید برید، شما کار غیر شرعی انجام میدید. شعار داشتم میدم چند روز میدم توی آمریکا جمع شدن دارن شعار میدن Judaism yes Zionism no Israel state must go. تونتون همینه تکرار میکردن، یهودیت بله، صهیونیسم نه، ما هم همینو میگیم، دولت اسرائیل باید بره. بیچاره کردن اینا. به اینا خدمات، برخی از این گروه ناتور کارتا تو اسرائیل زندگی میکردن، به اینا خدمات زایمان به بچه‌هاشون نمیدادن. نه فکر نه، یعنی هر کسی جلوی اینا باشه اینجوری. بعد حالا اسرائیل داره این اعتقادات رو پرچگال میکنه. بعض موقع یه گوشه بله یه حدیثی هست، یه چیزی هست، اما فرهنگ عمومی اون دین نیست. شما دیدی فیلم هست، خانواده های اینا جمع شدن تو اسرائیل، رفتن چه در آموزش پرورش، میگن شما بچه های ما رو اینجوری بار آوردید، ما اینجوری نبودیم، شما تو مدارس اینا رو به بچه های ما یاد دادید. مسئله بعدی که مهمه، این سرزمین وعده داده شده است، شهرک سازی ها ادامه خواهد داشت، کوتاه نخواهند ماند، تا آرام آرام یک کار کنن. انقدر میخوان اوضاع رو سخت کنن، یارو بگه ولش کن بابا، من یه بار بیشتر میخوام زندگی کنم، پاشم برم. الان چه جوری دارن قتل عام میکنه؟ استراتژی داهیاس، میگن یک جیا زاهیه، انقدر از اینا آدم بکش، بچه بکش، برگردن شروع کننده رو مقصر بدونن. کار به یه جای رسید تو جنگ 33 روزه، سید حسن نصرالله رسما سخنرانی کرد، گفت من اگه میدونستم بعد از گرفتن این دوتا اسیر اینجوری اسرائیل حمله میکنه نمیگرفتم. چرا؟ چون افکار عمومی لبنان جلوی سید حسن نصرالله تایید شد. می تمام ببین چی شد، حماس شروع کرد رفت. خب اگه حماس کاری نمیکرد چی؟ به حرف جورج بوش گوش نمیدن. کلینتون به اینا گفت بعد از کرانه باختری خارج بشید، زد دو هفته بعد از توی دفترش مونیکا لیوینسکی، اونم یهودی بود، اومد اعلام کرد که کلینتون بهش تعرض جنسی کرد، نابود کردن کلینتون. یعنی اینو میترسن دیگه، ما یه چیزی بگیم یه بلای سرمون میاد. خوب دقت داشته باشید. شهید مطهری میگفتش که حافظ شعر داره، دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت، از شما رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم. گفتش که فردی میگن خود شما ایرانی ها گفتید حافظ گفته منجا شیراز ملک سلیمانه، بدید بیاد. من افتخار میکنم در کشوری زندگی میکنم که به معنی واقعی کلمه در کشوریه که تمام قد صدر تازیل زده ایناست، کشوری دیگه مردم اصلا حکومت ها نیست. اینجا نه، اینا مسئولین ما خودشون میان کف خیابون تظاهرات و نمیدونم تو. این باعث افتخاره، اگه هر کسی هر جا هر دودی داره از آتیش ایرانه، با افتخار میگیم برای ما حماس رو انداختیم، با افتخار میگیم موشک عیاش سهشون همون آرش ما اسم شده یحیی عیاش. خب اینا ما، وگرنه اگه به عربستان و قطر و امارات و اردن و مصر، مصری ها میگن آقا ما به اینا تذکر داده بودیم، چرا گوش نکردن که فلسطین رو میخوان حمله کنن؟ دقت کنیم. بعدی اسطوره هارتسه. ارتس تو زبان اینا یعنی زمین، تو زبان ما همون ارض عربی، ارث زمین. ها الف و لام تعریفه دیگه، مثل دی انگلیسی، مثل الف و لام، الکتاب، القلم، درست شد. هارتس یعنی اون زمین مشخص، یه بار فقط اونجا باشه. به تمام یهودیان از اقصا نقاط جهان باید بلنشن بیرون، چه برای همین بیرون اونجا همیشه باید خطر باشه. تو عراق زمان قیمت انگلیسی ها دیدن یه نفر توی کنیسه ها بمبگذاری میکنه، وقتی دولت انگلیس اینا رو دستگیر کرد، انگلیس ها تعجب کرده بودن، میدونن اینا یهودیان، تو شما چرا تو بمبگذاری میکنن؟ میخواستن عراق رو ناامن کنن، بله میخواستن عراق رو ناامن بکنن که چی بشه، بلنشن برن اسرائیل. اینا رو خرشون کرده بودن، بهشون گفته بودن اونجا تو جوباش
عسل و شیر جار. رفتن اونجا دیدن بابا هیچ زندگی ندن تو عراق. فقیرترین یهودی میگفتن از مسلمان متوسط ثروتش بیشتر بود تو بغداد. وقتی رفتن اونجا دیدن خبر نیست، فوش میدادن به بنگورین. یه شعری داشتن بخوام خدا لعنت کنه بنگورین، تو ما رو از عراق کشوندی آوردی تو اینجا، اینجا هیچی نداریم و نمیدونم. پس اینم با زور تاکید، بعد از این ماجرا بیرون دنیا حمله به یهودی صورتی کار خودشون قبلا هم انجام داد. اینا اینقدر بی‌شرفن 1967 8 جوان به ناو آمریکایی یو اس اس لیبرتی حمله کردن. آمریکا نگران بود جنگ بین مصر و اسرائیل به جنگ خودش با روسیه بکشه، با شوروی وقت. مصر اون موقع تو اکیپ شوروی بود، اسرائیل هم که آمریکاییه. میگفت این اسرائیل حالیش نیست، یعنی اون سگ هار بودن رو میفهمه آمریکا. میگفت این یه کاری میکنه، ناوشو فرستاد. ناوم چی بود؟ مخابراتی بود که بتونه اخبار و اطلاعات جنگ بگیره، ببینی و بتونی خود اسرائیل رو مدیریت کرد. اسرائیل چیکار کرد؟ خود ناو آمریکا رو زد. خود ناو آمریکا رو زد و گفت کار مصر بوده که آمریکا رو به جون مصر بندازه، وارد جنگش کنه. از این برنامه تا الا ماشاءالله. یه آقای فیلیپ تورنیه بود، ما باش ارتباط میگرفتیم، زنده و نام زنده است. یعنی سربا میگه من 18 سالم بود رو همون عرشه از کسی بود که زنده مونده بود. 34 تا خدمه کشته شدن، 171 نفر مجروح شدن. بعد اسرائیل هم محکوم شد تا نوامبر 2020 1967 تا نوامبر 2020 همین دو سال پیش. خدمت شما عرض بکنم که کل پولی که به آمریکا به عنوان غرامت داد اسرائیل 12 میلیون دلار، 12 میلیون دلار تا نوامبر 2020 146 میلیارد دلار از آمریکا پول گرفته کمک به لاعوض. 146 میلیارد دلار پول گرفته، غرامت چقدر داده؟ 12 میلیون دلار. میلیارد هم 1000 میلیون ببینید یعنی چی؟ 146 هزار میلیون گرفته، 12 تا داده. اینا یه همچین جانورایی هم. سو این 12 میلیون دارم گوشتن که دهن اینا رو بنده. خود امریکا حتی من از این حساب زده بونزم. دادش ما میخواستیم انقدر بد بدیم، انقدر کمتر بد میدیم. اونم تو 3 تا پارت داده. یه 3 میلیون دلار فعلا میدیم. 1970 دادیم همش. یه 3 میلیون دلار میدیم. یه 1985 مثلا. برای یک کشور رو. بعد اینا استاد دروغن. ببینید اولین کاری که میکنن شوک ماجرا رو میگیرن. ببین ماجرا 48 بچه که حماس سر بریده. این خبر اومد من بچه های دفتر برو. گفتم اینو میخوان بچه بکشن. قشنگ مشخص. این خبر که پخش بشه یه حسی رو به وجود میارن تو دنیا. اومدن زن. آقای بنجامین آرون شاپیرو سردبیر دیلی وایر نویسنده نیوزویک اومد توییت زد. بعدن چی در اومد؟ این توییت با عکس با هوش مصنوعی ساخته شده بود که بچه کوچیک آتش گرفته و سوخته شده است. آقا اومدن گفتن اینا زنا رو گرفتن برهنه کردن. بعد در اومد که اینا اصلا توی مهمونی یوم کیپورشون بود دیگه، رفتن اشغال لخ بودن جسارتا. اینا چیزی سر اونا مینداختن. براشون آوردن. گروه های جنایت و گروه های تروریستی تو سوریه رو به جای کودکان در قفس تو غزه جا زدن. بعد تاییدی من اصلا باید بیارم اینا فایده نداره. ببین من و تو، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا پس از تایید عکس هایی از سربریدن کودکان توسط گروه تروریستی حماس اعلام کرد این گروه از جنایت داعش فراتر رفته است. ترامپ چی میگفت؟ گفت داعشو کی ساخته؟ و دموکرات ها ساختن. هیلاری کلینتون و اوباما. دیگه اطراف خودتونه. ببین یعنی من و توی خودشون بهاییه. کنترل که نمیندازه که. پخش کنید بره. کاخ سفید دیدن تصاویر سربردن کودکان توسط جو بایدن رو تایید نکرد. دیدن رو تایید نکرده یا اینکه بوده نه این ندیده؟ متوجه؟ بریم ادامه. فکر نمی کردم تصاویر بریدن سر کودکان را ببینم. گروه تروریستی مانند حماس نه فقط ترور بلکه شرارت محض را به جهان آوردند. شاید در برخی از موارد بدتر از جنایت داعش است. من هرگز واقعا فکر نمی کردم تصاویری از سر بریدن کودکان توسط تروریست را ببینم.
با آنها را تایید کنم. هرگز فکر نمی کردم. هرگز. این یعنی این که اینا میخوان شخم بزنن دیگه. یعنی میخوان قلقم بکنن. تصاویر تبلیغات یوتیوبه. بین یوتیوب. ما میدونیم که بچه های شما نمیتونن بخونن. پس برای شما اینجوری داریم پیام میفرستیم. به پدر مادرها. آیا خبر داری 40 تا بچه رو توسط کی؟ هماس تروریست. باید هماس تروریست. داخل پرانتز چی؟ آیسیس. این همه جا پخش شد. اما یه خبر از بیخ و بنیان دروغ بود. کسی که اولین بار اینو گفته بود، یعنی خود همون خبرنگار اومد گفت من منظورم این نبودا. یعنی چرا همچین برداشتی کردن؟ من شما از کنم بتونم توییتشو پیدا کنم. این توییت بن شاپیرو که من بچه سوخت بعد بلا معلوم میشه بینیم کنید. آره این جایگزینش هوش مصنوعی درست کرده. نمیدونستن هم احمقا که هوش مصنوعی میمونه. Generated by AI. این عکس با هوش مصنوعی ساخته شد. این خانومه که میگفتم برهنش کردن، ایشون اینستاگرامش کلن اینجوری بر از چند گاهی لباس تنش میکرد. بله این بچه های تو سوریه رو به جای غزه جا زدن بچه های تو قفس رو. ببین دونه دونه توییتاشون هست. اینا این میگه I just want، من فقط میخواستم، من نمیدونستم این میشه، من که خودم ندیده بودم دیگه. کسی با این کاری نداره. تمام شد، خبر رفت، اثرشو گذاشت. حالا دنیا آماده کردن برای قتل عام. یه روز نگار اسرائیلی گفته سربازان به او گفتن 40 کودک کشته شدن و سر بعضیشون بریده شده. بله صفا واقعا وحشتناکه. ما شاهد این مشاهده موضوع رو ندیده ایم. سه بار هم از ارتش اسرائیل خواستیم مدارک اثبات کننده این ادعا رو به ما بده، اما چیزی ارائه نکرده است. همه خبر دادن که شنود کردن دو عضو حماس رو گفتن این موشک جهاد اسلامی بوده خورده بیمارستان. خبرش کامل پیچید دیگه. این براندازا و دوزاریه تو مملکت خودمونم میگفتن تو صف نونوایی و تاکسی و اینا. الان خبر اومد که نه این صحت نداشت صوت. اونو داد زدن نه این صحت نداشت. این دیگه تمام. اینو دیگه خبرش منتشر میکنن. خب اومد کشید توی عکس تایمز. ببینید عکس فلسطین و جا اسرائیل جا زده. بعد بچه این بلا سر بچه آوردن. خب باش این کار اسرائیله. فکر کن ببین اسرائیلی باشی بزنی بعد اون بچه ها رو بیاری جا مظلوم نمایی کنی بگی اون اینا بچه های اسرائیل اونا زدن. بابا انصافا آدم از بالای شکلاشو برداره یه رو سر پدر سوختگی شما دست بزنه بگی این قفل این مراحل به قرآن. کسی روش نمیشه دنیا از این کارو کنه. بازیگر نویسنده تهیه کننده آمریکایی تصویر فلسطینی‌ها رو گذاشته. آره ببینید دارن. بعد گفتن ملت ریختن آقا نکنین کار این تصویر فلسطینی. پستو پاک کرد. چرا پست دیگه نذاشت؟ فلسطینی جا اسرائیل گذاشته بود. یعنی انگار بچهای بله جاستین بیبره praying for Israel، دعا برای اسرائیل. عکس مال کجاست؟ مال غزه. خدا لعنت کنه اونایی که جاستین بیبر بازار و سلنا گومز بازار و اینا. این ورژن داخلی این رأس نوشته اینا همون هایی نیستن که داشتید براشون روزه آتش میخوندید و نمایش کربلا بازی درست کرده بود، آب قطع کرده بودن. نوشابا آب محسوب نمیشه. نوشابا آخه نمیشه. پرتغال دان زادان چی؟ تا کی میخواید با مذهب و مردم رو فرید بدید؟ پویش بطری آب میذارید برای نونم چی و فلان. حالا این عکس چیه؟ یه نگاه کنید اینا اشغالشون میکنن. این عکس برای رمضان 2015 غزه است. اگه میرون بغل خرابه برن که همیشه خرابی داره اونجا. عکس رو بیاری جا بزنی. آقا من خودم توییت زدم نگذاشتم. انگار نه انگار میگیرن شبکه بزرگ رسانه‌ای دارن پخش میکنن دیگه. مدلشون همینه. این خانم شیرین ابو عاقله خبرنگار الجزیره بود. اینو با گلوله مستقیم زدن. بعد گفتن کار کی بوده؟ گفتن کار حماس بوده. بعد که تب جنگ خوابی تموم شد رفت مثلا 6 7 ماه بعد گوشه ای اومد که نه یکی از سرباز خودم بوده تیر زده. دیگه اگر این اتفاق نمیافتاد شما هم نشنیده بودید که ما مجبور بشیم بیاریم تو کانال بزنیم توی این چیزا بزنیم. تغییر شما تیتر رو نگاه بکنید. نیویورک تایمز
Strike kills hundreds in hospital. Palestinians say. فلسطینی‌ها دارن میگن که اسرائیل تهاجم کرده به بیمارستان. همون تیتر اصلاح میشه. بیش از 500 نفر میمیرن در اثر تهاجم به بیمارستان غزه. خب حالا اینجا رو دقت بفهمید. اسرائیلش حذف میشه. تو اینجا کلمه تهاجم حذف میشه. استرایک میشه چی؟ یعنی چی؟ انفجار. حالا تهاجم صاحب داره کی انجامه؟ خبرنگار رویترز رو کشتن با شلیک مستقیم. همین اخیراً 4-5 روز پیش رویترز زد خبرنگار ما کشته شد. کی کشت؟ بای فلان نداره دیگه. خب اینم که اینو همتون میشنسه دیگه الحمدلله. این عملا خدمت شما عرض بکنم سخنگوی شبکه‌های اجتماعی شونه، به دستور خود نتانیاهو کار میکنه، بلند شده رفته میبینید داره از اتاق جنگ رسانه‌ایشون رو پشت سر داره در واقع توضیح میده. اعترافات خودشون که الا ماشاءالله هست. حالا در مورد همین موشک هست اصلا اینا میگن که همچین انفجاری اصلا اونا راکتاشون بابا به این راکت موشک که نیستش که بتونه هدف من بزنه. شلیک میکنن خیلی اینو توی وسط خیابون میخوره دیدید. بگیر نگیر داره. اینا فقط چیزی که دستشون برمیاد اینه. اونا اگه رو موشک نقطه زن داشته باشن حتما میزنن. پایگاه میزنن، هواپیما رو میزنن، آشیانه رو میزنن. مثلا انقدر قدرت انفجار نداره که اینا برداشتن چیز کردن. بعد بقیه فیلماشون هم همینه. میگن آقا اونا اینطوری برخورد کردن. این جریان اکانت نخست‌وزیرشون ببینید. میگه یه جنگ بین کودکان تاریکی و کودکان نور. یعنی قشنگ زمینه سازی برای این زدیم کشتیم بچه‌ها رو. خب؟ یه نسله بین دو تا دعوای بین دو تا نسله between humanity and و بین کسایی که معتقد به قانون جنگلن. ما باید اینا رو بکشیم. پاک میشه این. چرا پاک کردید؟ اثر جرمه. این چی نوشته؟ همین نفتالیا اسرائیل ایر فورس اسرائیل ای هماس تروریست کجا؟ هاسپیتال این خست. میگه ما جای تروریست هماس رو در درون بیمارستان زدیم. اینم پاک کرد. توییتر خوبه. یه ویژگی پیدا کردم. میگه این قبلا توییتی که نوشته بود پاک کرده بود این بودا. زده بود که این کار اسرائیل بوده. اسرائیلی اتک. میبینید؟ نه آثارش هم مونده. دوباره همین. سخنگوهایی که گفتن آقا ببینید ما این نقطه رو گفتیم. بعد گفتن نه ما یه گاراژ رو زدیم. خود بیمارستان هست. گاراژ بیمارستان رو زدیم. بعد چی شد؟ اصلا ما نزدیم. خود حماس زده. ببین اون شوکو گرفت. اون شوکی که مردم اردن رو ریخ لب مرز. ریخ جلوی در کنسولگری ها. یه های جلوشو گرفتن. استاد هم کار رسانه. فیلم هایی که مال روزهای قبل و بعضا سالهای قبل بود و برداشتن آوردن جا زدن رفت. این اکانت موساد. بعدا اینا گندش در اومد. این کار برای شبکه اجتماعی اینو دونه دونه بیرون کشیدن که آقا این تاریخش نمیخوره. این فیلم ها یه جای دیگه بوده. این ساعت رو نگاه کنید. اصلا ساعت مال اون. همه اینا رو بعدا در سری پاک میکنن. کاری نداره. من خودم توییت زدم نوشتم بابا این توییت اکانت نخست وزیر جمهوری بعد از 6 میلیون ببینه 5.9 میلیون دام ویو خورد. سری گیر پاک. حالا نه که به غیر از اون مثلا بیمارستان نزدن تا دلتون بخواد اینا بیمارستان زدن. فقط اونجا نبوده که. به اندازه که تو کل دنیا تو بیمارستانا کشته شدن اسرائیل جا بیشتر یه جا بلکه بیشتر کشته. خب چرا صدا از کشورهای عربی در نمیاد؟ اینو گوش کن. اولا خب اینا یه سری حکام سرسپرده سرکارونه. دو خیلی از اینا باگ دارن. خیلی از اینا جاهای دیگه بند و با آب دادن. ازشون فیلم هست. همون که گفتم چیزی فیلیپینی گفت. چیزی فیلیپینی رسما سریان برگشت گفت اسپور گفت صاحب عریقات و یاسر عبدالربه گفت با اینا رابطه جنسی داشته و ازشون فیلم داره. گفت تکذیب کنید تا من فیلم ها رو کنم. بعد این شد وزیر امور خارجه.
و خاخامشون اومد بیانیه تو گفتش شرعیه برای حمایت از اسرائیل اجازه داره این کار بکنه، یعنی برای حمایت از و حفاظت اسرائیل بره فاحشگی بکنه. نیوزویک سال 2001 ایشون رو جزو برترین زنان دنیا که باعث رشد عالم و حرکت به رو به جلوی جهان شدن دونست. خواهم آری شفت گفت تن فروشی زنان اسرائیلی در برابر دشمنان برای دریافت اطلاعات مهم مجاز است و با منابع دینی یهود اینا رو چیکار کرد؟ مرتبط کرد. شهروند عادی هم نداریم بدونید، همه مسلح. فیلمش هم اومد بچه های کوچیکو دارن تون تون اسلحه بهشون میدن. همین فیلم فقط اگه از ایران میومد به خدا قسم بیچاره اون میکردن. بچه های خیلی کوچیکا هستم شده 7-8 10 ساله است روش اسلحه میده. אבל עכשיו החזרנו את לבנון, אז אין לנו מלחמה בלבנון. לא נורא, נחזיר אותם לשם עוד פעם. אתה מקווה שעד שאתה תהיה חייל תהיה לנו מלחמה כבר עם לבנון עוד פעם? כן. מה נראה לך הנשק שאיתו אפשר להרוג הכי הרבה? המרכבה סימן 4. זה טנק תוצרת הארץ, קודם כל אחד הטנק מהטובים בעולם, יצא כולה לפני שנתיים. וכמה אנשים אתה חושב שאתה תצליח להרוג שתהיה חייל? 85. ולא מפחיד אותך להילחם בעזה, שזה הכל סמטאות קטנות? לא, לא מפחיד. כי אם ירובי, יש לי חברים שיעזרו לי. عمدن خبرنگار میکشن. شما این شخص سوال بپرسید چرا خبرنگار میکشن؟ یعنی مثلا روشل کوری اومد جلوی بولدزر خوابید عروش رد شد کشتنش، رفت زیر چرخ له شد. چرا میکشن؟ چرا؟ برای اینکه خبرنگار دیگه بترسن نیان و نمیانم. خیلی خبرنگار اسم اسرائیل میاد بگه میزنن اون بلش کن. عمدن این کار میکنن. اینا همین کار رو با کارمندای سازمان ملل هم میکنن. کونت فولک برنادوت رئیس صلیب سرخ سوئد، کسی که تونست 11,000 تا یهودی رو از اردوگاه کار اجباری آلمان خارج کنه زنده. اتوبوس سفیدا معروف بودن، این فرستاد رفت با قائم مقام هیتلر مذاکره کرد. یعنی بین یهودی‌ها به شدت محبوب بود این آدم. وقتی جنگ اینا شروع کردن با فلسطینی‌ها و شروع کردن فلسطینی کشی، اینو فرستادن برای اینکه بیاد مذاکرات صلح به وجود بیاره. فهم کن چی شد؟ وسط خیابون با گلوله زدنش. این دیگه حساب کار دستم. گفتن این با 11,000 تا اینا رو نجات داده اینه. بقیه شما این چی کار میکنن؟ میترسم. اینه عمدن این کار میکنن. قشنگ میدونن. میگن از چنگا یه دونه خبرنگار بکشید. که اینا جرأت نکنن باستاب خبر دن. از این بچه درسی بگیرید. دقیقا شما باستاب خبری بدید. چرا سری برق اونجا رو قطع کردن؟ برق رو قطع کردن خبری از اونجا بیرون نرفت. فیلماش اومده بیرون دیدیم نشستن باتری‌های باتری ماشین رو در آوردن دارن موبایل شارژ میکنن. شبکه‌های اجتماعی امروز بیچاره کرد رژیم صهیونیستی رو. اینو بدونید. باید از این فرصت استفاده که هر کدوم اینا تبدیل بشه به یه اسلحه. به کل مردم دنیا باید برسه. شما دیدین هندی ها چجوری ریخته بودن و جمعیت یه میلیارد خورده جمعیت دیگه ریخته بودن داشتن چیکار میکردن؟ از اسرائیل حمایت میکردن به خاطر اون کوریدوره. دو دشمن مشترک یعنی مسلمان ها. ریخته بودن تو شبکه های اجتماعی هر جا میدن. مثلا من یه توییتی زدم میبودم یه هندو اومده زیرش یه چیزی یه عکسش نوشته یا مثلا زیر سوال برده توییت خارجی که مینوشته. این وظیفه ما باید این کار انجام بدیم. جلوی تظاهرات تو آلمان رو گرفتن. اون کسی که قرآن آتیش میداده براش محافظ گذاشتن. کسی پرچم فلسطین گرفته دستگیر میشه. تا دلتون بخواد میکنه. مکرون توییت میزنه میگه قطع کردن آب و برق جنایت جنگیه و کسی که این کار کرده باید پاسخ بده برای اوکراین. این طرف لال میشن صدای از کسی در نمیاد. هیچ کس نباید جلوی اینو حرف بزنه. یکی از جنایت اینا ساخته داعش. فیلم نتانیاهو هست که تو بیمارستاناشون دارن این تکفیری ها و داعشی را آوردن برای درمان رفته بالا سرشون داره از اینا یادت میکنه. بعد اینا میگه حماس. واقعا عجیبه. گزارش 2018 سازمان ملل میگه غزه تا سال 2020 غیر قابل سکونت است.
آدم اونجا باشه یا مریضی میگیره، سوء تغذیه میگیره، بلای سرش میاد. گفت چند سال از اون سال گذشته. یعنی تبدیل کردن اونجا رو به یه زندان. ببینید تو آمریکا تو افغانستان چقدر بمب ریخت. خب نسبت بمب‌هایی که در غزه ریخته شد تو 6 روز 1800 برابر افغانستان بود. تو 6 روز تو یه جای پرتراکم که میگم تو هر 1000 متر در 1000 متر 6-7000 نفر آدم هست. ما در 8 روز معادل 20 ماه یعنی از 2 ساله جنگ اوکراین بچه کشته شد. به غیر از این بیمارستان هست ها. غیر این بیمارستان، این بیمارستان رو هم اضافه کنی که اصلا یه هیچ. اما فقط اوکراین تصویرشون جون. ماها با تصویر یه زن بارداری که داشتن خارجش میکردن از تو پناهگاه بود کجا بود تو اوکراین، اینا مانور رسانه‌ای دادن. ما یه نسلی داریم میگن جیل الحاجز، نسل پشت ایست و بازرسی، نزدیک 7-10 هزار نفرن تو فلسطین. اینا پشت ایست و بازرسی به دنیا آمدن. زن باردار درد زایمان گرفته باید میرفته بیمارستان، اجازه ندادن، گفته همینجا باشی. وای میستم جا سیگارشو میکشن تا همونجا مادره بچه رو بدن. یا میمیره مادره یا بچه میمیره یا جفتشون بلا سرشون میاد. به اون نسل میگن نه نه بزرگ شدن، یه نسل نه میگن کجا بدنی بینه، میگن جیل الحاجز. میگن نسل پشت سیطره، پشت سر حاجز، پشت سر ایست و بازرسی. نمال الان نیست. شوهره بلند شده رفته سر کار، برگشته دیگه خونش افتاده تو منطقه نظامی، 2 سال از راه دوره با دود مثل سرخپوستا داره پیام میده به زن بچه‌ش. یعنی من نمیدونم یکی کسی با خدا وکیلی پارسال تو مملکت ما یه خانومی سهلنگاری اصلا شد از سمت پلیس، نباید این کار خوب همه اینو باشه، جلوی دوربین افتاد. یعنی فیلم دورونش هم چی شد؟ ایران دنیا چه خبر بود؟ اینجا چه اتفاقی افتاده؟ باید چی باشه با همون استانداردها؟ بابا کی با یهودی مشکل داره؟ مثلا با کسی با مگم دیوونه مثلا با یه دین الهی مشکل داشته باشه؟ با کافر هست گوشه داره زندگی میکنه باش کار نشه. امام ما میشه با کافر بحث میکرده، امام صادق. اینا معلومه چیان به امیرالمومنین. اصلا حیوانم اینجوری نیست. آدم تصاویری که داره میره اصلا باورش نمیشه. میگم اصلا میشه اصلا به این مرحله برسه؟ جنایات، بمب خوشه ای، فسفوری، حمله به زنان. اسحاق رئیس جمهورش اومده رسما چی میگه؟ میگه که ببینید ما حق داریم به غیر نظامی حمله کنیم چون اینا علیه حماس اونجا قیام نکردن. با این استدلال به هر جایی بخوای میتونی حمله کنی. همین الان ما میتونیم مثلا حمله کنیم به هر جایی بگیم چون چرا شما علیه اونا قیام نکردید، ما میتونیم به شما مردمتون هم باید بکشیم. یارو آبو قطع کردیم یه جور دوربین آب نشون میدین چه میریزه شور شو بر غزه، یا میگه نگاه کنید این آب شما ندارید بخورید، برق ندارید، این رنگ تلویزیون رو نشون میده. اینا تو کی میخواد اینا ادامه پیدا بکنه؟ این جنایات چیز ساده نیست. من کنارش بشه گذشت، من یه دو تا فولدر دارم اونا رو ببینید. تناقضات که الا ماشاءالله، الا ماشاءالله. تو فرانسه تصویرای پخش کنم باشه. رئیس کمیسیون اروپا اوکراین، استاندارد دوگانه که در مقابل چی؟ اوکراین و این طرف وجود داره. من سری بگذرم. وی استند وید اسرائیل، پرچم اسرائیل گذاشتن. پولی که دارن میفرستن تو اوکراین، خودشون بی خانمان دارن، کلی بدبخت دارن. این طرف یعنی برای خود مردم آمریکا اینا سوال ها. ما هم بی ارزه می همین آقای این ماجرای چیزو بهتون بگم خیلی دردناکه. این آقای مرلین میلر کارگردان سریال جریکو اومده بود ایران، یه فیلم نامه داشت، میگفت آقا من میخوام این حمله اسرائیل به ناوه یو اس اس لیبرتی رو بسازم. به خدا قسم یه جور شدید مثل اینه کسی که کار دارن تو پشت ادارات. فیلم نامش زیر بغلش بود، از این ور به اون ور، میگفت من با 1,000,000 دلار اینو من میسازم. دلار 1,000 تومن بود اون موقع. میگفت من اینو میسازم، 2 جا رو من خودم باش رفتم. میگفت ما مردم آمریکا اینو بدیم. بعد میگفت به خدا من این حداقل 5 میلیارد 5 میلیون دلار بهتون پس میدم.
چطور باور کنم ادعایی که تو این کشور داره میشه که توسط برخی از آقایون که ما اسرائیل صهیونیستیم دشمنیم و فلان، اون اگه ایران دشمن میدونه تو تمام مدارس شروع کرده زبان فارسی یاد دادن، چند نفر دیدید تو این مملکت زبان عبری بلد بشن؟ چند نفر آموزش دادید؟ پدر خود ما رو در آوردن خواستیم یه آموزش زبان عبری رو بندازیم. حالا یه جا به ما بدید دیگه. ادا او شما رو دشمن میدونه تا با تمام توان آمد. خیلی جالبه تو استرالیا اومدن از کسی که رختن استرالیا گرفتن نظر رأی گرفتن که به این بومی ها رو آدم حساب کنیم یا نه، گفتن نه آدم حساب نکنیم. گفتن باش، ذات این آنگلو ساکسون ها همینه، این اجازه رو قرآن آتیش بده، این بدبخت با این اینو نیست هایی که دیگه است. فلسطین پرچم فلسطین رو گرفته باید دستگیر بشه. داد خیلی ها در اومده، سازمان ملل دیدی به تو کردن، 6 تا خبرنگار بی بی سی توییت لایک کردن، از کار تعلیق شدن، لایک توییت تعلیق شدن. آقا خدا وکیل اگه یه خبرنگار ما همین کار باش کرده بود. این زنه برگشته گفته سلام علیکم، سلام علیکم اسلامی گفته بفرمایید. وزیر دادگستری فرانسه، هر کسی با حماس یا جهاد اسلامی همدردی کنه باید براش 5 سال زندان ببریم. یعنی ابراز همدردی کدوم حقوق بشر؟ سناتور فرانسوی، باید توپ طلا رو از بنزما پس بگیریم، ابراز همدردی کرد با فلسطینی. ورزش سیاسی نیست، جمع کن با حسابای مرتبط با حماس همه مسدود. نه بعد خوش حتی دفعه ببین یه طرف این بعد قصه رو بگه اون میخواد جواب بده بگه اون من نبودم یا اینجوری بود، همه مسدود، چیزی نداره جواب بده. یک طرف قصه رو میگیم شما باور بکنید. خب همینه دیگه، همش همینه. حالا من بخوام نشون بدم توییت امال مکرونه، حالا این جنایتاشون هم نمیخوام فیلم باشه، اما یه نکاتی هست برای من عجیبه. اما این اکانت اسرائیل فارسی نوشته اسرائیل از اول اشغالی تا الان 4000 کودک کشته، جوابش رو بکن لازم باشه بازم میکشیم. این چه هیچ جا نمیترسه چون میدونه هیچ کی ساسپند نمیکنه، چون میدونه هیچ کی باش کاری نداره. جهانیان باید از ما برای نابودی این بمب های ساعتی کوچک سپاسگزار باشن، همون سخنگوی شبکه اجتماعیش. در واقع ما در حال پیشگیری از رخ دادن اتفاقات مشابه در سالهای آینده برای سایر ملل هستیم. ببین با افتخار عکس بچه های کشته شده رو میذاره، میگه ما باید اینا رو بکشیم. عکس بچه کوچیک گذاشته تو کانالاش نگاه کنید. من با این ببینید 13 دیسلایک، بقیه رو نگاه کنید، 74 نفر ناراحت، نگاه کن 1 دست دادن، 280 خندیدن، 160 بیشترش کن، قلب و آخ چون و چشاشون برق زده، زن ژنشونه، تربیتشونه. یکی از کاراشون اینه که صندلی میذارن، ویدیو وال میذارن، تخمه میارن، حملات به غزه رو میشینن نگاه میکنن، پخش زنده میشینن کیف میکنن، تفریحاتشونه. این مرتیکر که دیگه هم بلش کنستم حتما دیدید، اینا رو هم بلش کن، یعنی میخوام چیز جنایتش نزه. نه، همه ملت فلسطین مسئول هستن. ببینید میگه اینا چون بگید اینا در جنگ حضور ندارن، من اینو قبول ندارم، مطلقا درست نیست، چون اونا میتونستن قیام کنن. این استدلال خدا وکیل. یه نکته اینجا داره، این عکسو گذاشته از یه فلسطینی شهید شده، نوشته هات داگ. خب میخوام بهتون بگم اون لفظی هم که کتلت درست کردن اینا بودن، این ادبیات ایناست، فهمیدید؟ فرهنگ ایناست. موجودات عجیب غریبی دیگه اینا، اونا باز فیلمی از تماشا میرن نگاه کنید، میشینن کیف میکنن، لم میدن پرچمشون، میشینن اونجا نگاه میکنن که این مود. یعنی اگه 4 راکت هم نزنن هیچیا، هیچ. بعد اینا مثلا ببینید الان آب قطع کردن،
لج فلسطینی ها دیگه داره تحقیر شما. شما آب ندارید، نگاه که ما آب خنک برق داریم. اینا ذاتشون اینه، زن اینا کارشون اصلا همه. ببینید رد میشن یوی حمله میکنه، ها بمیره، نه بمیره چی میشه؟ خودت تو بشنوی امروز تو زن در بازاری در فلسطین کشته شدن، واکنش چیه؟ داری غذا میخوری؟ ادامه میده غذا تو. اخبار هواشناسی کشته شدن 20 نفر در فلسطین. چیز اتفاق جدیدی میفته؟ عادی سر این فیلم تا تهش همینجوری حمله به زنانه. ولش ساخت داعشی که خودشون گفتن، بعد اینو میگن ما چجوری بچه کشی کردیم. شعار این بچه هاشونو میارن قبل اون شلیک خونپاره ها، میگن براشون شعار بنویسید، میخواد رو سر اینا فرود بیاد. بچه کوچیک اینو 7-8 سالن بیا یه چیز بنویس، میخوام بخوره تو سر بچه های اینا. با این فرهنگ بزرگ میشن. یعنی فکر نکن ما داریم این یادت آلن چه من گفتم دیگه، بعدم میگن همونجا فیلمشو بگذارن. رفتار مبارزان فلسطینی بود دقیقاً عکسش بود. خود اسرائیلی آزاد شده میگفت آقا اینا من احترام میگذاشتن، هی خبرنگاره میخواد ازش بپرسه برخورد، میگفت نه همین که اسیر بودم فقط بد بود، آب دادن بهم غذا دادن، گریه میکردم ناراحت میشن آرومم میکردن، خب اینا مسلمونن. رفته تو یخچالشون یه دونه موز برداره اجازه گرفته اجازه میده من اینجا دونه فکر کنم بیا خونه تو بگیرن، بعد بخوای بیا خونه خودت هم پس بگیری بریم مثلا ببخشید الان یخچال اجازه میدید. و اسلام دیگه اینا به زنا دارن تجاوز میکنن، یک مورد پیدا نشد، همش دروغ بود. یارو با لباس لختی پتی گرفتن بردن، میگه بچه‌ها لباسش اینجا، خب همینجوری گرفتنش چیز دادن تنش کرد، بعد بردنش لباس گلگلی تنش کرد اینا نشوندنش. اینا نشون میده با بچه‌ها چه جوری دارن رفتار میکنن. یه گذاشته توی اونا با بچه‌ها اینا چجوری رفتار میکنن. بعد اینا شدن آیسیس. ببین داعش خودت ساختی، حمایت کردی نظامی مالی همه جوره، زخمیاشونو تو باز درمانم کردی، بعد به حماس میگی تو از آیسیس بدتری یا داعش بدتری، بعد بهش حمله میکنی. خداییش دمتون گرم، واقعا یعنی عجیب غریبه. این هم نجات پرستی هاشون رو فایل هاش اینجاست، حالا اینا میذارم توی فین. بله این شارژ موبایل رو این هم این فیلم رو هم ببینیم، این صداشو بس کنیم و مهمه. این جلسه خیلی جلسه ما چون صحبت ایران بوده، این هم خودمون اول بار انتشار دادیم. خب هنوز هم هستا، چون اونجا مجلسشون شفافه برخلاف مجلس ما. خدمت شما عرض بکنم تمام جلسه ضبط میشه، مردم میتونن برن بردارن. نتانیاهو یه تایمی که اولمرت نخست وزیر شد از نخست وزیر کنار بود، ببینید چه همتی بلند شده رفته آمریکایی‌ها رو قانع کنه برای عراق. این مکالمه مهمی، آیا مردم عراق اینو میدونن؟ آیا به گوش مردم افغانستان رسیده؟ تو جلسه هیرینگ برمیگرده میگه ایران رو با حمله نظامی نمیتونیم کاری کنیم، ایران رو باید یه کار دیگه کرد. میگه چی؟ یه دیش‌های ماهواره‌ای برنامه بسازید، خانه‌های بیورلی هیلز رو نشون بدید. قشنگ شد برنامه من و تو. میگه ایران اول اینجوری بشکنه، وقتی شکست بعد حمله نظامی. بعد از این تهاجم فرنگی یقیناً تهاجم نظامی. اون روزی که بشنوه تو جلسه هنرمندان شما برای اسرائیل هورا می‌کشن. میگه خب نزج ریشه گرفت. این دیگه مردمی هم که دیگه بدیهیاتو نمیفهمن. حالا میشه روی این عملیات روانی کرد. اگر شما رژیم صدام را بیرون کنید، به شما تضمین میدهم که بازتاب‌های مثبت عظیمی در منطقه خواهد داشت. داره قانعش میکنه که به صدام حمله کنه، به عراق حمله کنه. و من فکر میکنم افرادی که در ایران همسایه آنها هستن، جوانان و بسیار دیگر، زمانی خواهند گفت چنین رژیم هایی چنین شوخی هایی از بین رفته. میگه اگه میخواید ایران هم تغییر کنه اول صدام بنزه. مردم ایران میگن ببین میشه تغییر داد، آمریکا بیا ما رو هم نجات بده. با عراق دید چیکار کرد دیگه، هم بغلمونه داریم میبینیم دیگه چیکار کرد، با افغانستان داریم میبینیم چیکار کرد. برای ما از غزه خیلی ناراحت کننده است این حمله کردن، اما برای ما خوب شد که برای مردم بفهمید اینا هم جای برن چیکار میکنن. عصر وجود داره، اتفاقات جدید در حال رخ دادنه و حدس و گمانهایش. میگه حدس و گمان و یا شواهدی هم داری برای همچین اثری؟ مطمئن اگه ما صدامو بزنیم
یعنی ببین صدامو زدن که اصل هدف ایران بوده، یه عراقی به باد رفته که ایرانو بزنن. من که نیستم که نتانیاهو داره حرف میزنه. در سال 1986 هم همین سوال رو از من پرسیدن. یاره میگه 1986 من پیگیر مسئله‌ام. من کتابی نوشته بودم که در اون گفته بودم راه مقابله خوب با رژیم‌های بد، رژیم‌های تروریست، مقابله با ترور از جمله اعمال نیروی نظامی علیه آنهاست. کاری که در افغانستان انجام دادیم، 2001 افغانستان زدن، این در آستانه 2003 میخوان عراق بزنن. یه همون کاری که در افغانستان انجام دادیم منظورتونه؟ فکر کنم دارم وقتم تموم میشه، بنابراین دار میپیچونه ها، نمیخواد جواب اینو بده. جواب این سناتور، سناتور گیر میده میگه نه بگو، بذار به موضوع برسم. فکر کنم آنچه شما در افغانستان پیشنهاد کردید، افغانستان هم به پیشنهاد همین ملعون بوده، گفته برید اونجا رو بزنید، بعد عراق، کسی بیان سراغ ایران. با این حال من آن نوع اثر همسایگی رو ندیدم. میگه ما ندیدیم حمله به افغانستان رو ایران اثری بذاره. چرا الان داریم مایه آمریکا رو میکشونی؟ بعد خود ترامپ میاد میگه که ما 7 تریلیون دلار تو باتلاق عراق خرج کردیم، افتادیم گیر افتادیم. یعنی پدر عراقو در آورده، پدر همه چی پشتشون این صهیونیست. باشه بفهمی چرا ما با اینا دشمنیم. این حرفای من باید تو مدرسه ها زده میشه، این حرفای من باید تو تلویزیون زده میشه. میگه نه، یه اثر از این وجود داشته است، این بود که به ما گفته شد که اثر معکوس خواهد داشت. اول از همه مردم گفتن که ده ها هزار نفر به طرف متعصبان افغانستان سرازیر خواهند شد که از اقدام آمریکا خشمگین خواهند شد و این اقدام خلاف در جامعه. اما من فکر می‌کنم چون اتفاقی افتاد که وقتی شما اقدامی مانند این در افغانستان انجام دادید، شاید خواهیم بود که همه کشورهای دیگر فقط به هم می‌خورند. کشور دیگر هم فقط به هم می‌خورند. میگم می‌بینید اثرش این بوده که حمله کرد به افغانستان، کشور عربی الان ترسیدن می‌خوام با شما کنار بیان. به آمریکایی میگه تو ما رو انداختی تو هچل، میگه نه براتون خوب بوده، تو حالید نی. استفاده از قدرت مهمترین چیز در پیروزی در جنگ علیه تروریسم است. بخوایم بگویم سه اصل پیروزی در جنگ علیه تروریسم چیست؟ مثل این است که سه اصل موقعیت مکانی، مکان، برد و برنده شدن. آقای آذربایجانی هم نشسته، من یاد اون کاریکاتور برد بردش میگفت این مذاکرات بردان برد برد بود، یه کاریکاتورشون کشیده بود، یارو سانتویژا رو برداشته بود داشت میرفت میگفت برد برد. پیروزی اول در افغانستان پیروزی دوم در عراق رو بسیار آسان تر میکنن. دوم پیروزی در عراق پیروزی سوم را نیز بسیار آسان که اون ما بودیم دیگه. این که قرآن فرمود لتجدن نشد ناس، یه روزی میفهمین و دشمن ترین افرادن، علکی نبوده دیگه. ببین اثبات داره میشه، یعنی بعد خدا تو افغانستانش به خواب شبش هم نمیدیده. رئیس جمهور وقت نخست وزیر اسرائیل بلند شده رفته آمریکایی‌ها رو قانع کرده که حمله کنن به افغانستان و افغانستان به خاک سیاه نشونن. بعد عراق 1,200,000 نفر در عراق کشته شدن به خاطری که با این صهیونیست‌ها، نه که اینا شارون از این بدتر، همشون همینن. تربیتشون این بچه را از کوچیکی اینجوری بار میارن. حالا فیلم های چیزا رو من میذارم توی سخنرانی، به زودی هم تدوین صورت میگیره. خب القصه این که من یه نتیجه کوتاهی بکنم و عرضم تمام. مثلا اینکه فلسطین حجت، امروز اون عزیزی که خودش رهبر دینی میدونه تو منطقه برای برادران اهل سنت اینطور برمیگرده در مورد فلسطین میگه و ما صحبت قبلیشو میشنیدیم، این حجته. فلسطین انقدر آشکار مسئلهش و برهانش که حقیقتا مسلمان از غیر مسلمان، منافق و غیر منافق اینا جدا میکن. ما چی کار باید بکنیم؟
الان آقا ایران حمله کنه نمیشه. ببین اون کسی که در ایران داره این تصمیماتو میگیره کارشو بلده، میدونه داره چیکار میکنه. از قضا دشمن میخواد یه جایی شما یه جوری شده. من میگم بعضی بچه انقلابی ها صبر استراتژیکو مسخره میکردن. خب این نیست، به وقتش میره. اما اون آدم جنگ طلب نیست، دنبال جنگ نیست، به وقتش پاسخ یقینا خواهد داد، چون حجت شرعی برای خودش میدونه. حتی شکل حملاتی که داره صورت میگیره، حزب الله الان داره میزنه، اینا برای کسی که فهم نظامی داره این مشخصه، داره رادارا رو میزنه، داره دوربینا رو میزنه، داره چشمشون رو کور میکنه. اینا مهمه، اونم میفهمه یعنی چی. ببین رژیم صهیونیستی که خودش مسلح کرده به انواع بمب ها و نمیدونم چه و چه و چه، از بیرون مورد حمله قرار بگیرد خیلی اتفاقی براش نمی. اسرائیل از درون باید بپاشد که این اتفاق داره رقم میفته. این لاف نیست، این برای آرام کردن مردم، عین واقعیت. شما فرودگاه بن گوریون ببینید چه جوری، انقدر ازدحام رفته بالا که دارن کشتی میفرستن برای خارج کردن. اینا نخواهند موند. متوسط سن در غزه 18 19 ساله. برای چی اینجوری بچه میکشن؟ برای اینکه میدونن نسل بعدی که بزرگ خواهد شد و پیشرفت خواهد کرد. اگه این عملیاتش اینجوری محیر العقول بود که از پهباد استفاده کنی و هوش مصنوعی رو به خطا بندازی و نسل بعدی هوشمندتر اینا رو انجام خواهد داد. یه نکته هم بگم و عرضم تمام. اونم شاید بپرسید که ما باید چیکار کنیم؟ من و شمای نوعی تا جایی که میتونیم کار رسانه. این از دستمون برمیاد. نه فارسی. اینو تلویزیونم گفتم. واقعا هر کدوم شما یه دونه اکانت انگلیسی هم بزنید. از هم حمایت کنید، بیاد بالا، شروع کنید تولید محتوا. فوش می‌بندن، ببندن. آقا این اکانتی که من الان دارم، نهمین اکانتم، هشتمیه. چی میشه؟ ببندن. این که افتخاره، همین باید دست تو میگیره. این شهادت چیز دیگه، مجازیه. بعضی ساسپن میشن، جانباز میشن. جانباز مجازی هفته بعد برمیگردن. خب این که اون دنیا میگه من این کارو انجام دادم. حالا به من گفتم آقا این توییتو اینجوری نزن، میبندم. گفتم ببندم، نه که بریم بی خود نمیدونم یه جوری عمل بکنی که خراب بشه، نه درست اصولی، اما باید مردم دنیا رو. ما الان بشینیم واسه خودمون برای هم توییت بزنیم، توی استادیوم داریم داد میزنیم، 100 هزار نفر هم باشه میشکی نمیشنن. اما اگه 100 هزار نفر سر چهارراه وایسن داد بزنن، میگن این شخص سقوط کرد. یه تحلیلی هم وجود داره، اینم باید بگم، اینکه آیا اسرائیل میدانسته است یا نمیدانسته است. این مهمه ها. من برای شما دوتاشو تحلیل شدم. یکی اینی که گفتیم و شنیدید که غافلگیر شده، بس درگیر داخلی داشت، مصریان بهش تذکر دادن، فکر کرده این همون رزمایش همیشگیه. میدونید خود اعضایی که افرادی که تو این حمله شرکت کرده بودن از نیروهای مقاومت، خودشون هم خبر نداشتن عملیات اصلی. فکر میکنن دوباره رزمایشه. اینقدر این رزمایش رو انجام دادن که برای رصد کننده های اسرائیلی عادی شده بود. یه سوالی میپرسیدن این داعشی ها چرا وقتی اینا رو سر میبرن اینا انقدر بی‌تحرکن؟ چرا داد بیداد نمی کنن؟ چرا همراهی میکنن؟ برای اینکه اینا رو 100 بار میبردن برای سر بریدن. هی میبردن میشوندن، هی دوباره بلند میشدن میبردن. کارشو نمیکردن. خب اینا کی بهشون یاد داده بود؟ اصلا کار رسانه داعش خیلی قوی بود. مشخص بود صهیونیست پشت کارن. خب یهوی دفعه 97 هم یهوی میبریدن سر. اینا سر شده بودن. خب یه مسئله دیگه اینه که اینا با خبر شدن اما چرا کاری نکردن؟ اینجا باید توی اسرائیلی‌ها رو تفکیک کنی به دو گروه، کی؟ نتانیاهو و بقیه. نتانیاهو با میدونی که هر شب تل‌آویو تقریبا تظاهرات علیهش. کرانه باختری تو سال گذشته کم اسرائیلی کشته نشد اگه یادتون باشه، با ماشین، با بمب‌گذاری، با چاقو، بازم اسرائیلی ها میبادن تظاهرات. چون همیشه این چیزی که باعث میشد نتانیاهو رأی بیاره، دشمن خارجی، آی فلسطینی میخواد ما رو بخورن، ایران میخواد ما رو بخوره، مجبور بودن به این رأی بدن. این دفعه باید یه اتفاق خیلی مهمتر میافتاد تا این. چرا نتانیاهو وقتی میره تو بین ارتش سخنرانی کنه، برمیامش فوش میدم میشه حرامزاده، نمیدونم چی چی چی، یه سری واقعیت ها رو میگن ارتشی های
اسرائیل. چرا این اتفاق میفته؟ برای اینکه اونها بخش قابل توجهش معتقد نتانیاهو خبر داشته، گذاشته این اتفاق بیفته، اتفاق مهم که این دفعه واقعا مخالفان خوشبختانه سرکوب کنه و ساکت کنه، چون نتانیاهو به خاطر حجم فسادی که انجام داده، فساد مالی اقتصادی، باید بره زندان. این میخواد زندانه رو نرو بپیچونه. یه زمانی اینو الان باشی یا نباشه، اون سالها پیش پسرش داره با پسری که از وزرا صحبت میکنه از بخور بخورای باباشون. خب اینو مخالفای نتانیاهو انتشار دادن. همین دعوایی که ما اینجا داریم، این اصولی را اصلاح طلب اونام داره. باید یه اتفاق اینجوری میافتاد. برای همین این مسئله براشون مهمه. حالا نتانیاهو به هر طریقی اگر غزه بماند باخته است. غزه نماند هم باخته است. چرا؟ چون میگن تو ما را قربانیه. تنها چیزی که میتونه نتانیاهو نجات بده این که یک بزرگی شگفت‌آور به دست بیاره که بیاد بگه چی؟ بگه الالعبد من مسئله مقاومت در جنوب سرزمین اشغالی چیکار کردم؟ حل کردم. آقا 2000 تا کشته دادیم، میارزید، تمام شد دیگه. این براش موفقیت خواهد. برای همینم دنبال اینه. الان بایدن آورده برده تو کابینه جنگی نشونه، میگه فقط بعد ما زمینی حمله کنیم از آمریکا دیگه. تو لبنان و ایران رو کنترل کن، از بقیه جواب بخاری بلند نمیشه. ما هم باید هوشمندانه پیش بریم. ما هم ببینیم آقا بسم الله این مسئله میخوام وارد جنگ، خب جنگ بشه چیکار میکنه؟ طرف چیا رو ارما رو داره میزنه، چی داره بزنه، تا چه مرحله پیش میره، ما چیکار میخوایم بکنیم؟ سبک سنگین میکنه طرف این دیگه. آمریکا به هیچ وجه نمیخواد وارد این جنگ بشه. اسرائیل میدونه بدون آمریکا قطعا تمام کارش. رژیم میدونه. فقط ببین اون ابهت پوشالی شکسته. من واقعا خود تعجب میکنم از اهالی کرانه باختری. بریزید لبه مرزا. حالا اینکه کدام یک از اینا بوده فرقی نمیکنه، تموم شد اسرائیل با این اتفاق. کسایی که پشت به اسرائیل داشتن ترسیدن. عربستان اینجوری پیغام میفرسته، اون علیف اونجوری داره میگه که خود اون مردم اونجا بمون نیستن، اینا گور خودشونو کندن. حتی اگر عمدی بوده باشه، ببین به فرض بگیریم عمدی بوده باشه، بازم غلط کردن. غیر قابل ترمیم است. یعنی این، یعنی چه عمدی باشه چه عمدی نباشد، این درست شدنی نیستش. اینا داشته باشید، یه چند دقیقه تشریف داشته باشید، سارم برنامه ادامه داره. بعدش ان شاء الله همونطور که برادر میفرمان، آرا مجری محترم میفرماد، سالن ترک کنه. خانم از کجا بنوانه، از کجا ازدحام، اینجا شهید ندیم. یه صلوات بفرستید.